بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. قاعدتا باید سال نو میلادی رو به شما تبریک بگیم و آرزو کنیم که شاد باشید، ولی متاسفانه با شنیدن خبر درگذشت شاهین پارسا که پسر آقای مصدق پارسا و خانم رویا پارسا هستن، از دیروز تا حالا هم من هم خانوادم واقعا آشفته هستیم و باورمون نمیشه که این جوان 40 ساله که هم کلاسی بچه های من بوده، هم مدرسه ای اونها بوده، از دنیا رفت. صمیمانه به پدر و مادر شاهین تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر میکنم. امیدوارم ما رو در غم خودشون شریک بدونن. ضمناً دیروز وقتی من این خبر رو شنیدم گفتم شاید اینم از همین خبرهای باشه که به دروغ روی اینترنت پخش میشه و اینها، و بهترین کار اینه که من از به اصطلاح طریق فیسبوک صفحه آقای مصدق پارسا که فرزاد بهش میگن، دوستان و فامیل و اینها، دیدن کنم و ببینم که واقعا حقیقت داره یا نه. متاسفانه حقیقت داشت و من با رفتن به این صفحه دیدم که به جای عکس خود فرزاد پارسا، اینجا پارسه بهش میگن، عکس شاهین اونجاست. شاهین رو ما کم و بیش میشناختیم، کار میکرد، زحمت میکشید و بالاخره مثل هر جوان دیگه مشکلاتی هم داشت و با مشکلات به اصطلاح پنجه در میانداخت و زندگی میکرد. ولی 28 دسامبر از دنیا رفت و پدر مادرش رو در غم بزرگی به اصطلاح تنها گذاشت و امیدوارم که بتونن تحمل کنن. من بارها گفتم چون برادر خودم رو از دست دادم، میدونم که این قاعده زندگی نیست. قاعده زندگی اینه که پدر و مادر اول فوت بشن بعدن بچه ها، ولی وقتی بچه ای فرزندی از دست میره، واقعا زندگی اون پدر مادرها هر ثانیه، هر دقیقه، ساعت، روز دیگه بدون به اصطلاح غم اون فرزند نخواهد بود. نتونستم حتی دیروز با ایشون تماس بگیرم با فرزاد و صحبت کنم. براش نوشتم که من اصلا نمیتونم باهات صحبت کنم، ولی اگر کاری چیزی هست ما و دوستان دیگه بتونیم انجام بدیم، در خدمتتون هستیم. بعد اینجا متوجه شدم که برنامه ختم ایشون یا یادبود ایشون توی همون فیسبوک گذاشتن که یک شنبه آینده که میشه 9 ژانویه 2022 نزدیک همون منزلشون لاودن کانتی در یک فیونرال چپل یا فیونرال هوم مراسمی هست که اقوام، دوستان نزدیک، اونها تا قبل از 2 میتونن به اصطلاح اونجا برن و به اصطلاح با هم باشن و افراد دیگه بعد از 2 میتونن برای خاکسپاری و فینورال در اون محل حاضر باشن. من سعی میکنم که لینک این رو روی فیسبوک قرار بدم و از شما هم خواهش میکنم که شرایط غمناک این پدر و مادر رو درک کنید. سعی کنید که به اصطلاح با سوالات بی‌مربوط، بی ربط، غم اینها رو زیادتر نکنید. میتونید دلداری بدید و در غمشون شریک باشید. در صورت من میبینم که آقای اکبری هم از آلمان نوشتن که روحش شاد و آرزوی صبر برای
پدر و مادرش. بله، شاهین پارسی این جوان، باور کنید دیشب پسر من اصلا نمیتونست صحبت کنه و میگفت بابا تو نمیدونی این چقدر پسر خوبی بود. و من خب دیده بودمش حتی تو محل کارش و اینها، چون من با پدرش حتی کار میکردم توی قسمت بیمه یا آل استیت و اینها، و چندین بار این جوان رو دیده بودم، ولی اونجوری که بچه های من ایشون رو میشناختن نمیدونم، نمیشناختم ایشون رو. در هر صورت اونها که میرن فقط این غم باقی مونه برای پدر و مادرشون و امیدوارم که بتونن تحمل کنن. من بازم به آقای مصدق پارسا، فرزاد پارسا، رویا خانم همسر ایشون تسلیت میگم. هفته آینده روز یک شنبه من برنامه‌ام رو ساعت 2 اجرا نخواهم کرد، ساعت 10 صبح اجرا میکنم که بتونم به اصطلاح ساعت 2 بعد از ظهر اونجا باشم و دلداری بدیم به این دوستانم. خب در صورت دوستان، سال 2022 آمد، امیدوار باشیم که سالی بهتر از سال 2021 و 2020 باشه، این کرونا رخت بربنده و بره. البته میگن رفتنی نیست، این هم مثل فلو باقی میمونه و من و شما و دیگران باید هر سال واکسن بزنیم. من فکر کردم امروز به شما بگم. خب همه ما میدونیم که ترامپ یه شخص خودخواه یا خودشیفته‌ای بود. کلمه خودخواه، خیلی از ما خودخواه هستیم، ولی خودشیفته یک پله بالاتره و بدتره، نارسیسیست بهش میگن. خودخواه میشه سلفیش، همه ما معمولا سلفیش هستیم، ولی نارسیسیست دیگه یه طبقه از دیوانگی هم اضافه میشه به خودخواهی و اون میشه که دیدید همه 5 سال 4 سال این مرد چه کرد با دنیا، چه به سر مردم ایران آورد و تا چند سال دیگه همه باید به اصطلاح تقاص بس بدن. آقای خورسندی دوست گرامی از کانادا، منم به شما سال نو رو تبریک میگم. چند وقتی ما شما رو نداشتیم، دلمون براتون تنگ شده و امیدواریم که شما و خانوادتون هم سال بهتری در انتظارتون باشه. درباره واکسن، دوستان میدونید که الان باز همه جا مراسم حتی تحویل سال و جشن گرفتن و اینها رو همه جا، نه بعضی جاها به هم زدن، بعضی جاها تعدادش کم کردن. توی نیویورک از 58,000 نفر گفت 15,000 نفر، گویا همون 15,000 نفر هم نرفتن چون گفته بود باید کارت واکسن داشته باشید یا کارتی که نشون بده تست انجام دادید و واکسن نداری. من به دوستانی که طرفدار ترامپ هستن پیشنهاد میکنم که مثل خود ترامپ، ترامپ یه کار خوب اگه انجام داد این بود که یه مبلغ خیلی زیادی در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌های چی میگن داروپزشکی و داروسازی اینها قرار داد و اونها تونستن خیلی سریع‌تر از معمول این واکسن رو درست کنن و حالا بعد از واکسن بوسترش و بعد از اونم قرص و اینها. خلاصه پیشنهاد میکنم اگر شما طرفدار ترامپ بودید و به خاطر اون اینفورمیشن های غلطی که اول میداد نرفتید واکسن بزنید، الان از خودتون سوال کنید. ترامپ و خانوادهش همه واکسن ها رو زدن، بوستر رو زده و حتی این آقای بیل اورایلی بهش میگفت شما باید بیای استفاده کنی، بهره بگیری تبلیغاتی و بگی که من بودم که واکسن رو درست کردم و منم رفتم زدم و دیگرانم بزنم. ولی متاسفانه وقتی که یک حرف، یک خبری پخش میشه، مخصوصا خبرهای دروغ، یه عده اینا رو گوش میدن، بعد دیگه هیچ تضمینی نیست که خبرهای صحیح به اونها برسه و اونها قبول کنن. در صورت من پیشنهادم به شما اینه که حتما حتما حتما
واکسن بزنید و امیدوار باشیم که امسال یه سال بهتری باشه. ممنونم از آقای اکبری شیرازی، دوست همشهری من، دوست خوبمون از آلمان، پیام گذاشته، پیاماتون رو پخش میکنم. ممنونم از پتیک عزیز، پیام گذاشته، پیام ایشون رو هم پخش میکنم. ممنونم از آقای مسعود کردار، ایشون هم پیام گذاشته، پیامشون رو پخش میکنم. و همونجوری که روی صفحه هم میبینید، فکر کنم این افکت دو باشه، بله، امروز یک شنبه 12 دی ماه 1400 هست و برابر است با 2 ژانویه 2022. بریم این پیام ها رو بشنویم و من هم بتونم یک کمی به حال و روز خودم بیام و برنامه رو پی بگیریم. پیام ها رو گذاشتم اینجا اگر قاطی نکرده باشم. اولیش پیام آقای مسعود کردار آمد بالا و بالاست، چون دیرتر از همه پیغام گذاشته، مثل که دیشب ایشون لطف کرده و پیغام گذاشتن. بشنویم با هم. شنبه اول جنوری 2022، مسعود کردار. آقای سعودی، به گفته خود کارمون خیلی خرابه. داشتم فکر میکردم که یک عده‌ای با خیانت‌های خودشون 40 سال 43 سال ما رو به بیچارگی و بدبختی و فلاکت انداختن داخل و خارج، و بعد 40 سال میان تازه میگن ما خیانت کردیم. صرف به این که میگن ما خیانت کردیم، فکر میکنن که باید براشون دست بزنیم و بگیم چه انسان‌های شریفی هستن که حداقل اومدن گفتن ما خیانت کردیم. تازه جالب اینجاست که اون مسائل هم باز نمی کنن بگن این خیانت ها چی بوده. امضای قراردادهای ننگین بوده، کارهای کثیف سیاست دولت و پادشاه و حسن و حسین بوده، هیچی هم باز نمی کنن. فقط ما خیانت کردیم. خب که چی؟ سازمان های جاسوسی جهان هم بعد 30 سال همه چی رو ریلیز میکنن، چه فایده؟ و یه سادلو هم آقای سعودی میگن چه آدم خوبیه، حداقل داره دم مرگش اعتراف میکنه که خیانت کرده. اگر آدم خوبی بود حداقل باز کنه بگه این خیانت ها چی بود، که اولا به درد مردم بخوره، آگاه بشن، بیشتر از این کلا سرشون نه. روزتون خوش، مسعود کردار، خدا نگهدار. ممنونم از آقای مسعود کردار گرامی. و ای کاش شما گفته بودید که منظورتون کی هست، چون خیلی از این آدم ها داریم. اردشیر زاهدی بود و دیگران. اتفاقا آقای کردار راجب اردشیر زاهدی خیلی میدونه، فقط من نمیدونم که میخواد صحبت کنه یا نه. امیدوارم یه روزی خود آقای کردار هم بیاد چیزایی رو که میدونه بگه. خب پیام آقای کردار رو پخش کردیم، بریم سراغ پیام آقای اکبری که یه نکته بسیار جالبی رو ایشون گفت که من دقت نکرده بودم. فقط بذارید من این لینک به اصطلاح برنامه گرامیداش یا یادبود یا ختم شاهین پارسی رو در صفحه فیسبوک مردم تیوی هم قرار بدم و با هم بریم پیام آقای اکبری رو یا پیام های ایشون رو در رابطه با اون فیلمی که ما اون روز گفته بودیم و ایشون لطف کرد. فکر کنم فیلم جمشیدیه رو ایشون در موردش صحبت میکنه. بله بریم آقای اکبری. خب ببینیم حالا کدوم اکبری هست. ماشاءالله ایشون 2-3 تا اکبری داره. ببینم سال نو مبارک و اینها. اول از سمت راست پیداش کردم، 2 تا 56 ثانیه 55 ثانیه با هم اولی رو گوش میدهیم. سلام، اکبری شیرازی هستم، بوشهری نیستم. به پیشنهاد آقای سوروی فیلم جمشیدیه نشستم نگاه کردم. قبل از هر چیزی بگم، فیلم‌های ایرانی بیشتر به خاطر نیستش ما عادت نداریم به لچک و چیز خانوم ها رو ببینیم، آدم احساس غریبی میکنه فیلم ها رو نگاه میکنه، چون تو محیط زندگی نکردیم ما. بعد اول فیلمو با یه جیغ و دادی شروع شد که نفهمیدم چطور شد که داره جیغ و داد میکنه، ولی بعدش که
دیدم فیلم شروع شد، خیلی اغراق غیر ممکن بود. این خانم مشکل روانی داشت، اصلا مشکلش با وجدان مجدان نبود. تو شرایط امروز ایران همچی چیز غیر ممکنه، برادر به برادر رحم نمی کنه. بله ممنونم. و این متاسفانه فیلمای ایرانی یه چیزی رو یه جایی میبینن میخوان اونو ازش استفاده کنن، استفاده غلط میکنن. یکی این که یه دو سه دقیقه پرده، یعنی صفحه یا صحنه سیاه است، یه ماجرایی داره اتفاق میفته، طرف فکر نمیکنه که تو میدونی تو مغزت چی هست. بیننده اسمش همراشه، بیننده باید با دیدن، شنونده با شنیدن بفهمه چه خبره. اگر رادیو باشه شما نمیتونی یه فیلمو بذاری تو رادیو و مردم کامل بفهمن، چون اون فیلم برای سینما ساخته شده که با دیدن و شنیدن بفهمن. این اشکالا هست. و اون ماجرای لچک که گفتید یا روسری و اینا، اونم درسته. حالا قسمت دوم پیام شما رو میشنویم. یه مسئله داریم، میگه طرف میشینه به اونجا خودش سوزن میزنه، میگه آخ سوختم، یه همچی چیزی بود تو مملکت که طرف به خاطر خسارت یا دیه خودش میندازه زیر ماشین. بعد خانوم رفته به صاحب عزا میگه من قاتل شوهرت هستم، شوهر و پدرت هستم، پدر شما هستم. اصلا طبیعی نبود. بعد زن اون مرحوم، اون که به اصطلاح کشته شده بود، مرده بود، اولش دیدی که چجوری تیز و بز میخواست فوش میداد و دفاع میکرد، بعد تو دادگاه یهو عوض شد. اصلا هیچی فیلمو غیر طبیعی نبود. آقا من پیشنهادو میستش این فیلم ها رو نگاه نکنید، به خدا آدم دیپرسیو میشه. ممنون هستم تا گزارشی دیگر، قربانت بشم. ممنون از شما. البته آقای اکبری به اشتباه گفت هیچ فیلم غیر طبیعی نبود، پس میشه بگیم همش غیر طبیعی بود، هیچیش طبیعی نبود. ممنونم، متشکرم که هم وقت گذاشتی هم به اصطلاح این فیلم رو نگاه کردی و پیشنهادتون هم پیشنهاد خوبیه. من مثلا فیلم های اکبر عبدی رو نگاه میکنم میگم خب این هنبشه خوبیه. میدونید از موقعی که ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، اون پسر توپولی که میگو بازم مدرسه هم دیر شد، این همون آقای اکبر عبدی، ما باش بزرگ شدیم. ولی یه فیلم های بی خودی بازی میکنه، آدم اصلا اشکش در میاد. آخه بابا برید مسافه کشی کنید پول در بیارید، ولی من نمیدونم حالا چه پولی تو کار سینما هست، اینا چجوری پول در میارن؟ سینمایی که هیچ که پول نمیده، اون موقع سیدیشو میخریدن فلان، ولی الان به یمن این یوتیوب و اینترنت های دیگه و اینها و این صفحه های کانال های یوتیوبی که میاد، این خیلی جالبه. طرف فیلم ها رو از این ور و کش میره میذاره، بعد اولش به انگلیسی، اونم قد یه صفحه انگلیسی می‌نویسه که هر کس این را به دزدت میایم میگیریمش. آخه آقا تو چرا به انگلیسی می‌نویسی؟ یعنی فکر میکنی یا آمریکایی یه خارجی میاد بشینه فیلمای شما رو از یوتیوب کش بره؟ خودت گذاشتیش رو یوتیوب، اگرم میخوای چیزی بنویسی به فارسی بنویس. اینم همین ماجرایی که من با یه کانالی کار کردم، اون کاناله میگه آقای صبحی ما اجازه پخش اینها رو از ایران گرفتیم. گفتم آقا این حرفی که شما میزنی یعنی شما با آخونده هستی؟ خب چرا برای خود درد سر درست میکنی؟ در صورت آقای اکبری شما کاملا درست میگی، این فیلم ها خیلی دیپرسینگ هست. البته با همه اینا بهتون گفتم، من وقتی هم میرم کالیفرنیا ماشین کرایه میکنم، اولین کاری که میکنم این رادیو میچرخونم و میگردم دنبال اون صدای آشنا. رادیو ایران مال اونجا رو گوش میکنم، وقتی هم گوش میکنم میبینم همش مزخرف و دروغ و فلان، ولی بازم چیه؟ صدای آشنا. این صدای آشنا، شما توی مال، توی سوپرمارکت بزرگ برو، 100 نفر وایساده باشن آلمانی حرف بزنن، ولی یه دفعه یه نفر از اونجا مثلا بگه که اسمایی، شما سرت میره به طرف اون. این صدای آشناست، این چیزیه که همون وطن، هموطن، خاک، اینها آدم رو میکشی به اون طرف. ممنون و متشکرم. و بریم پتیک ببینم پیام پتیک رو، چون چند روز قبل تر بوده، میتونم پیدا کنم و امیدوارم که بتونم
بله اینم پیدا شد. خیلی امروز کارمون ردیف شده. در سال 2022 امیدوارم بتونیم آدم بهتری باشیم، انسان مرتب تری باشیم. و یه برنامه از آقای داریوش اقبالی دیدم بسیار عالی، ولی این هم دوباره همین از این اطفارای ویدیویی. آقای داریوش شما که اونجا نیومدی به عنوان هنرمند آهنگ بخونی یا چی بخونی، این کارا چیه؟ ویدیو رو نشون میدی، باتری رو نشون میده، چراغ ریکورد روشنه، این پایین علامت تیپ. آقا دیگه اصلا تیپ یا نوار وجود نداره، همه دیجیتالن، همه SD کارت هستن. شما باورتون میشه این روزا الان روی یک کارت انقدی، روی یک، ببینید این SD کارت، روی کارت انقدی چندین فیلم با کیفیت خیلی عالی میشه ضبط کرد، پخش کرد. بعد ولی حرفش قشنگه، یه چیزی داره، من گذاشتمش رو مردمریپورت.com، برید نگاه کنید. همبستگی یعنی چند تا نقطه گذاشته، بعد توضیح میده و خیلی جالبه. آقای داریوش اقبالی و دیگر هنرمندانی که خودشون یک نقش خیلی مهمی ایفا کردن تا مردم ایران انقلاب کردن، آقا میرفت تریاک میکشید، میمد میگفت ساواک منو گرفته به خاطر شعر سیاسی. حالا اینا خارج فهمیدن اینجوری. اون آقای شهرام شبپرم، اینا دوستان هی نگید شهرام داره میره ایران، اینا هر سال هر 6 ماه به مردم میگفتن ما داریم میریم ایران، و این دیگه شده جزء تعارفشون. مثل من که میام میگم امیدوارم اوقات خوبی پیش رو داشته باشید، گارانتی که نیست که، امیدوارم. اینا میگن که ما امیدواریم سال 2022 به ایران برگردیم. آقای شهرام و همایون، شهرام شبپره، شهرام همایون ببخشید، نه شهرام شبپره، شهرام سولتی و دیگران، دوستان برید بخونید. قبل از انقلابم اینا ایران نبودن، خارج از ایران بودن. و یکی ازشون بپرسه شما که انقدر میگین این گل و بلبل بوده، چرا نبودید اونجا در این گلستان؟ گوش کنیم پیام پتیک رو. آقای صبحی گرامی سلام، پتیک هستم، بعد با فهلت پیام مذارم. چند روزی است از طریق یوتیوب ده ها فیلم مستند از روستاهای کشور عزیزمان را میبینم که در این چند ماه اخیر توسط آقای محمد خلیلی از شبکه مستند تهیه گردیده که بسیار جالب است و جای تشکر و تقدیر دارد. با دیدن این فیلم ها و با توجه به برداشت مسئولان هم به صورت بسیار ابتدایی و روش کهنه، به نظرم آمد که با اندک خلاقیت و کمک مالی و حضوری می توان وضع را بهتر نمود. به عنوان مثال برای چیدن گردو و دردمان چوبی کج و مومکی مصرف می کردند و برای چیدن سیم به تکان دادن اکتفا می کردند. حالا که می توان از دردمان آلومینیومی کشویی برای بالا رفتن استفاده نمود و برای چیدن سیب و گلابی از وسایل مخصوص. حتی نمود که پول ندارند. من تحقیق کردم نردبان خوب در ایران بین 30 تا 80 دلار است که چند عدد آن را من پولش را خواهم داد و برای هر روستا یک نردبان کافی است. فقط میموند افرادی که باید این جنس را در محل تحویل دهند که آن هم تصور میکنم با آشنایانی که شماها، منظورم شما و شنوندگان و بینندگان عزیز شماست، در ایران دارید، این هم تا حدودی مقدور باشد. ضمناً لازم به یادآوری است که ممکن است این هم کمی مشکل باشد، ولی به یاد داشته باشید اگر یک نفر را با یک پست از آسیر نمایید برای همان روز است، اما اگر وسیله همراه معاش در اختیارش بگذارید مدام العمر. موفق باشید، خدا نگهدار. ممنونم آقای پتی. آقای اکبری نوشته که شما همیشه از پتیک تعریف میکنید، خیلی دلم میخواست صداشو بشنوم. حالا جالب اینه که به نظر من صدای شما این بار با همیشه فرق کرد. چرا؟ گلو دردی چیزی داری؟ یا در صورت پتیک انسان خیلی خوبی هست و این ماجرای این که امریکاییان دارن، میگن اگه برای یه نفر ماهی بگیری خوراک امروزشو بهش دادی، ولی اگه ماهی گرفتن رو یادش بدی دیگه زندگیش عوض میشه. این ماجرای روش های سنتی و قدیمی، منم چند تا از اون فیلم ها رو دیدم، مثلا درخت گردو، حتی خود آقای گزارشگر، اینا که کردم هست، این آقای خلیلی به طرف میگه خب چرا با نردبون نمیری از این بالا باز درخت؟ میگه نه، نردبون این کار رو انجام نمیده. حالا شما میگی نردبون،
اونا نردبون هم قبول ندارن و میگه باید از درخت همینجوری بریم بالا. در رابطه با اینکه درخت سیب رو تکون میدن، شاید باورتون نشه، من اینجا مسابقات ماشینرانی هست چارستون که کازینو هم هست و اینها، میرم بغلش باغهای سیب و گیلاس و اینا هست. توی همین آمریکا هم حتی اون ترکتوری که میاد خیلی قشنگ اینا رو کاشتن و اینها، میاد پایین درخت رو میگیره، اون جایی که نک سفت باشه ریشش تکون بخوره، با تقریبا نزدیک به بالای درخت، چون درختای اینا درختای میوه رو کوتاه کردن، همونجا تو اون برنامه میگه که این درختای گردوی بلند به اون صورت گردو نمیده، باید کوتاه بشن. تا یادتونه تو ایران هم میگفتن اگه کسی میخواد درخت میوه بده باید برگاشو بچینه، شاخهاشو بچینه، هی میوه‌هاش بیشتر میشه و اینها. خلاصه اینا روش جدید و ایناست و همینجا هم میگیرن تکون میدن، یا یه چیزی هست بهش میگن چری پیک، اصلا یک ماشینی هست که شما وای میسی اینجوری جدولی میره بالا، چری پیکر بهش میگن، چری یعنی گلاس، پیکر هم یعنی میکنی اینها، و از اونم استفاده میکنم. و اما اینکه پتیک میگه حاضره برای چند جا نردبون بفرسته، دوستان همین الان یه چکش اینجا رو میز من هست و $100 فرستاده بود و من بهش گفتم چون من الان از شرایط کاری خبر دارم، من این $100 رو اصلا به حساب نمیذارم. گفت نگران نباش، چون میدونه من بعضی روزا وقتی بیرون هستم میرم اونجایی که کارگرها وای میسن، از صبح اومده بره سر کار ولی کسی نیب نبوده، نتونسته بره، طرف ممکنه پیر باشه نبرده باشنش، جثه کوچیکی داشته باشه نبرده باشنش سر کار، من برای اینا زیادم نه $20 $10 بهشون میدم که نهار بخورن. که یه دوستی برای من پیغام گذاشت آقا شما اینا رو تنبل میکنی، میگم آخر لامروت بی انصاف، یعنی تو فکر میکنی این طرف صبح گرما سرما از خونش میاد بیرون وای میسه تا سوربی ساعت 11 12 12 و نیم از اونجا رد بشه براش یه نهار بخره؟ نه عزیز من، این صبح میاد به این امید که بره سر کار پول شیر و بچهش رو در بیاره، پول اجارهش رو در بیاره، خرج زن و بچهش تو کشورهای دیگه حتی بده. ولی کار اینجوریه، تو ایران دیدم یه تاکسی باری اومده بود کارگر ببره، همه پریدن روش، طرف اومد پایین گفت آقا من 3 کارگر میخوام، شما 13 نفر 14 نفر سوار شدین، خودتون بیاین پایین. یعنی اونجوری هم نیست که مثلا اینا تو صف وایسن به نوبتی که صبح اومده نوبتی برن، هر کس گشنه و قحطی و اینا که میشه اینجوریه، شما نمیتونی از آفریقایی انتظار داشته باشی مثل تو مهمونی ها بیاد وایسه، وقتی خوراکو میبینه میزنه جلو صف، میزنه تو صف و الی آخر. در صورت پتیک به من گفت که این $100 رو هم بده به همین ماجرایی که خودت قبلا گفته بودی کارگرایی که چیز هستن. و برای من جالبه اونایی که کمک میکنن خیلی سوال نمیکنن، اونایی که کمک نمیکنن نه که خجالت زده هستن که کمک نکردن، اول از خودشون سوال میکنن آیا به سربی میشه، نه سربی، به صلیب سرخ، به هلال احمر، به فلان مسجد، به فلان انجمن خیریه، به سیو د چیلدرن میشه اطمینان کرد من میخوام $10 بدم. بعد از همه اینام یه جوری خودش قانع میکنه که به هیچ کس کمک نکنه. من یه روز یه جایی بودم تا طرف گفت یه پولی در آوردم دادم، گفت آقا از کجا مطمئنی برسه؟ گفتم من 1% اطمینان دارم برسه، قبول داری؟ همون 1% برای من کافیه. شما اطمینان نداری؟ گفت اگه 1% باشه که من خیلی بیشتر اطمینان دارم. گفتم خب بده دیگه، هر چی درصد کمتری اطمینان دارید بیشتر کمک کنید تا اینجوری باشه. اگه من 50% اطمینان داشتم وقتی $100 میدادم $50 میرسید به طرف، درسته؟ حالا که 1% دارم با $500 بدم تا 5 دلار برسه به طرف. نمیدونم دیگه چی بگم براتون. درصد ممنونم پتیک عزیز. آها، این ماجرای نردبون فرستادن و فلان اینها، امیدوارم مثل پتوهایی که مردم میفرستن کمک موقعی که زلزله میاد و اینها، یه دفعه خیابون خسرو ناصر و نمیدونم میدون سپه و اینا اونجا چیز نشه. امیدوارم مثل داروهایی که حتی دولت یا کشورهای دیگه میدن به اونجاها به اصطلاح ختم نشه. و این ماجرا، آها، تو این فیلم ها پتیک یک آقایی رو دیده، یه جوان 18 ساله‌ای به نام افشین که قدش 60 سانته، یعنی 2 فوت،
و از لحاظ صدا و اینها هم خب همه چیز لابد به نسبت مثل یه بچه مونده و برای من نوشت که من 100 دلار به این میدم. ما هم یه دوستی داریم مال سنندجه، گفتیم آقا اگه میتونی اینو پیدا کن، ولی ما میخوایم یه جوری پوله به دست خودش برسه. اینم واقعا خیلی بد شده که آدم نمیدونه به کی اطمینان کنه چجوری برسه. البته من همیشه گفتم بهترینش اینه که اگه یه دوست خوب دارید تو ایران، فامیلتون اول، دوستان اول به فامیلتون کمک کنید. نگید من بچه که بودم این عمه ما وضعش خوب بود مثلا به ما ایدی کم میداد. حالا اگه وضع شما بهتر از عمتونه به عمتون کمک کنید، به پسر عمتون کمک کنید و الی آخر. خب خیلی ممنون دوستان و امیدوارم که واقعا امسال بتونیم با همدیگه بهتر صحبت کنیم، بهتر رفتار کنیم. از خودم هم میگم، اتفاقا دیدم این آقای دکتر آریا پیام، اسمش هم یه جوری که یادم میره گاهی وقتی، نوشته بود که با هر کی خیلی دوست هستید اگه میخواین امتحانش کنید ازش یه ایراد بگیرید، یه دفعه میبینید 180 درجه عوض میشه. بعد نوشته بود خود شما هم همین جور هستید. بعد نوشتم بله شما هم همین جور هستید. یادتونه سر ترامپ شما چگونه چیز میکردین؟ اون وقت من وقتی میخوام باهاتون صحبت کنم شما میگین من سیاسی نیستم، ولی هر ماجرایی که تو ایران اتفاق میفته سیاسی دو آتشه هستین. شما هم همین اشکالو داری، منم هم همین اشکالو دارم، احتمالاً دوستانمون هم همین اشکالو دارن. اینجا در آمریکا یه چیزی هست بهش میگن نیو ایر رزولوشن. سولوشن یعنی راه حل، رزولوشن یعنی دوباره تصمیم میگیریم فلان اینا. بیشترینش اینه که میخوان وزن کم کنن، چون قبلش مهمونی ها و کریسمس پارتی و اینا همه وزن اضافه میکنن. به همین خاطره که از یکم که میگذره شروع میشه باشگاه ها تبلیغ میکنن این وسائلی که هممون هم میکنیمش، چوب لباسی، وسائل ورزشی استفاده میکنن. و جالبه که تو خود تبلیغا نشون میده که این وسائل ورزشی رو که شما میخری 500 دلار 600 دلار چگونه قشنگ میشه زیر تختت قایمش کنی. حالا اگه زیر تختم تا نشد بره به عنوان چوب لباسی ازش استفاده کن و چی بنداز روش. ممنون و متشکرم. من دیشب گفتم یه فیلم دیدم، فیلم جالب بود، فکر کنم وارونگی بود که البته اسم هیچ ربطی با، اولا من خوندمش اورنگی، فامیل اورنگی داشتیم. وارونگی یعنی چی؟ برید نگاه کنید این فیلم، اگه خواستید نظرتون رو هفته دیگه بگید پخش میکنم. و باز برمیگرده به همین ماجراهای یک پسر بر دختر بر ارثیه اینا تو ایران، و سعی کنیم از این فیلم ها یه درس یاد بگیریم، ما این کارو نکنیم. من داشتم کسانی رو که با وجودی که از صبح سحر تا شب که میخوابیدن به آخوندا و جمهوری اسلامی فوش میدادن، ولی اینجا وقتی پدرشون فوت شد اونا گفتن ما پسریم باید دو برابر خواهرمون ببریم. که یه نمونش این بود که دو تا پسر بودن یه خواهر، و یکی از اونا گفت بود من دو تا سهم میخوام، اون یکی به خواهرشون دعواش شد، اون دوتا گفت بود ببین مگه این میگه 5 سهم باید باشه، دوتا اون ببره دوتا من ببرم یکی شما، شما میگی 6 سهم باید باشه، شما بر اساس 6 سهم حساب کن، من 2 سهم شما رو میدم، من کاری ندارم که مثلا گیر من یکی کمتر میاد یا فلان اینا. که البته اون بیچاره که هرس میزد زودتر از این دوتا از بین رفت. خیلی ها برای پول، من همیشه میگم ما تا پدرمون زنده بود یه کمی نق میزدیم به خودمون گاهی وقتی به بابامون که بابا شما همه دنبال پول بودن، شما عین خیالت نبود پول، ولی وقتی فوت شد گفتم مراسم کفن و دفنش هم ما 3 تا داداشی هر کدوم مثلا موقع نفر 2000 دلار دادیم رفع رو جوش، و خیلی خوشحالم که ارثیه ای نبود. البته خب ما اگه بودم دختر پسری نداشتیم، ولی باز تو همون تقسیم هم باز دعوا میکنن. خیلی ها اینجا زنگ میزنن میگن آقای سوری برادر اون میتونست بره ایران، ما نمیتونستیم، کار داشتیم، نمیدونم به اصطلاح مشکل داشتیم با حکومت فلان اینا، به اون وکالت دادیم این رفت پدر و مادرمون رو برد تو محضر، همه چیزها رو فروخت و بعد که اومد اینجا گفت چی کجا کی، به قول معروف خورد و دور دهنش هم
پاک کرد. و من در این فیلمایی که دیدم، این فیلم وارونگی رو حتما ببینید. و یکی از هنرپیشه‌ها شوهر اون خانم لیلا حاتمیه، هنرپیشه خیلی خوبی، اسم یادم نیست. دو تا فیلم از تختی دیدم، یکی فیلم تختی که علی حاتمی گویا شروع کرده بوده بعد فوت شده. تو این فیلم یه جوری مرگ علی حاتمی رو هم میخواست بگی که یه نوع دسیسه بوده، چون همون دنباله دسیسه مرگ تختی. اونم فیلم جالبیه، به دیدنش میارزه. و دوستان دیدید که بعضی از همین هنرپیشه‌ها، بعضی افراد دیگه هی میگن دوره شاه نمیدونی چی بود، نمیدونی چی بود، گلستان بود. من ممنونم از یه دوستی که این عکس‌ها رو برای من فرستاد، گفت آقای سربی این عکس‌ها رو یک صفحه فیسبوک یکی از دوستان شما بوده. گفتیم خب اقلا اسمش رو مینوشتی تا ما هم ازش تشکر کنیم. این همه رو به صورت 25 تا عکس گذاشته، منم اینجا الان رو کامرای دو به شما نشون میدم که بذارید اینجوری بریم. آها، ما نفهمیدیم از موقعی که شد ویندو 11 این کوفتی عکس‌ها رو اینجوری بالا و پایینش اینجوری میکنه، بعد باید یک کلیک دیگه بزنیم. نمیدونم واقعا چرا اینایی که دستن در کار، کار کامپیوتر اینا هستن، بعد یه مدت خنگ میشن. ببینید این عکس الان اینا میاد بالاش، اینا من اینجوری که بکنم باید درست بشه. نمیدونم دوباره رفت اون بر. خب اگر این برای ما همینجا نشونید بدیم با شما و بیایم یه کمی نگاهی کنیم به عکس ها. تو دنیای عکس دوستان، آمریکایی هم یه چیزی داره، بذار اینجوریش کنیم که اونها هم اگه بالا و پایین هست کاری به عکس نداشته باشه. آمریکایی ها یه چیزی دارن، میگن که یه عکس گویاتر از 1000 کلمه هست. A picture worth 1000 words، این چیزا بماند. حالا دیگه نمیخوام انگلیسیمونو به رخ کسی بکشونیم، ولی تو ایرانی هم ما داریم که یک عکس گویاتر از اوکی. آقای خورسندی میگه من تصمیم گرفتم قاطی نخورم. آی گفتی قاطی منظور الکل که ننوشی یا خوراکه؟ خوراک هم قاطی خوردنش بده. دوستان این مهمونی ها اگه میرید انواع مختلف خوراک ها هست، برای این نیست که همه رو قاطی کنیم بخوریم، برای اینه که اگه یکی از قیمه دوست نداره قرمه سبزی بخوره، اگه یه کسی این دوتا رو دوست نداره نون و پنیر. حالا ما که با نون و پنیر و گردو شروع میکنیم، تازه سیر که شدیم میریم سراغ خوراکا. بعدم خوراکا این بشقابو میگیریم دستمون، یه یکی یکی راه میافتیم، از این ور میداریم کباب، ور میداریم اونو، ور میداریم اونو، ور میداریم. خلاصه مشروبم ایشون اگه مشروب میگی همش، خب پس دیگه از این به بعد نه قاطی. خب نمیشم من خودم مثلا با یه آبجو شروع میکنم، هر کیم میگه میگم این ماوت واشه، این دهنمونو میشوریم آماده بشیم برای مشروبای بعدی، حالا یا تکیلاس یا ویسکیه یا شراب. شراب خور نیستم خیلی، شراب سردرد میگیره و فهمیدم که مال سولفات، که البته الان یه شرابای بدون سولفات هم هست. دوستان نگاه کنید این شالایا وقتی هم میخوان یه عکسی بذارن از شاه و این، من ماشالله اینقدر زن گرفته، ما نمیدونیم کدوم زنشه، این سریاست، فوزیاست، کیه. و در صورت رفته یه جایی، دقت کنید به پای برهنه این زن که برای این دوتا توی سینی منقل کوچولوی گذاشته و اسفند دود کرده. نگاه کنید دوستان پای برهنه، حالا لاغریش و سیاهیش و اینها هم بماند. بریم سراغ عکس بعدی. دوستانی که هی میگید این آخوندا کمک میکنن به این ور و اون ور، دوستانی که هی میگید این آخوندا طلبه اینجور اونجور، گوش کنید. میگه شاهنشاه خطاب به چی؟ به مروجین مذهبی فرمودن روحانیون میتوانند بسیج انقلابی سپاه ها را تکمیل کنند. بسیج انقلابی سپاه ها. حالا همین شاه که هی شما میگین سوئیس رفته، بابا جون این 13 سال 12 سالش بوده رفته سوئیس، 2-3 سال اونجا بوده از مدرسه بیرونش کردن برگشته،
حسین فردوس میگه ما رفتیم مدرسه نظام، یا حسین فردوس میگه من مدرسه نظام بودم که باباش اینو منو فرستاد سوئیس. بعد این میره سوئیس، اونجا درس نمیخونه، سوغاتی هم برای باباش یه مرد برمیداره میاره، ارنست پرون. بعد باباش عصبانی میشه، اینو میفرسته دانشکده افسری. کسی که دیپلم نداشت نباید میرفت دانشکده افسری، باید برمیگشت میرفت مدرسه نظام. دوستان، شاه دیپلم هم نداشت. اینو آقای بیچارا همه شدن مرحوم، آقای یادش گرامی، آقای آریانپور گفت که شاه دیپلم نداشت، آقای دکتر انقطاع گفت که شاه دیپلم نداشت، آقای دکتر خدایا چجوری اسما یادم میره، اهل اصفهان هم بودن ایشون، عجب، اون هم گفت که شاه دیپلم نداشت. و شما اگه فکر میکنی شاه دیپلم داره، برو دنبالش بگرد. شاه که تو سوئیس درس خونده بود، اونا کتاب سال مدرسه رو از 300 سال پیش هم شما بخواید دارن، ولی نیست. شاه فرع کاری کرده که چیزاش رو ندن بیرون، درست مثل ترامپ که به اصطلاح چیزای مدرسه و اینا رو نمیدن بیرون، چون اینم دانشجو یا دانش آموز بدی بوده. میگه تکیلا، ویسکی، کنیاک، شامپاین، نفهمیدم کدومش خرابم کرد. همون دیگه، قاطی خوردی. حالا البته من فکر میکنم زیاد خوردن از قاطی خوردن بدتره، زیاد که میخوریم اینجوری میشه. و راجع به مشروب، آقای خورسندی یه آقایی، یه آخوندی راجع به مشروب صحبت کرده و من اون رو هم گذاشتم تو فیسبوک، پیداش کنید نگاه کنید. میگه اونایی که دور هم مشروب میخورن و دوستان رو میبینن، در نزد خدا بهتر از افرادی هست که شب تا صبح تنهایی نماز میخونن. و باز توضیح میده اگه سعدی گفته که مشروب بخوریم و نمیدونم نور ببینیم، و حتی اون آقای کیه، الهی قمشه‌ای هم گفته بله، مگه نه این که این هایی که میخوان مشروب بخورن میگه بریم مانی جان بزن روشنشی، منظورشون اینه که با خوردن و نوشیدن مشروب روشن میشن، نور رو میبینن. بعد همین آخونده میگه البته یادتون باشه بعضی ها دیگه خیلی نور رو میبینن از اون ور، اون همونایی که فرداش هنگوور پیدا میکنن. به فارسی آدم نیست چی میگفتیم فردای اون روزی که مشروب زیاد خورده بودیم، نمیتونستیم فکر کن سردرد. حالا شاید باورتون نشه، بعضی ها میگن دواش اینه که یه همبرگر چرب بخوری، جایروی چرب بخوری، بعضی ها میگن که تو زرده تخمر نپختش رو اینجوری بشکن تو شیر و اینها. دوستان دواش اینه که شما همون یه دونه آبجو، یه لیوان شراب، با وجودی که بدتون میاد ازش اون روز، اونه که بنوشید، همین مثل پادزهره، این زهر و پادزهر یادتون باشه. خب ما فعلا این عکس شاه میایم اینجا، گوش کنید دوستان. میگه محلات تهران را سیلاب گرفت، اینی که الان سیل میاد اینور اونور شیراز، نمیدونم فوری فیلم میگیرن اینور اونور میذارن. نگاه کنید این روزنامه ها مال خود 19 آبان 47، محلات تهران را سیلاب گرفت، یعنی سیل آمد و آب گرفت. اعلیحضرت ملک فیصل گفت اعراب از اقدامات شاهنشاه در پشتیبانی از ملت عرب سپاسگزاری می کند. خب اینا از فلسطین پشتیبانی می کنن، اون از اون یکی، این وسط مردم ایران هستن که مثل اون خانم پابرهنه می مونن. و اما دوستان نگاه کنید، این روزنامه زمان شاه ها، تعداد بی سوادها وحشتناک است. نخست وزیر در سمیناری نمیدونم در سپاه فلان گفت. حالا شاهنشاه در ضیافت به افتخار حافظ اسد فرمودن، بابای همین مردکه لغوهی مال سوریه، این بشار اسد، باباش حافظ اسد، ایران موضع قاطعی برای احقاق حقوق فلسطین دارد. یه آقای برای من نوشته بود آقا این عکس ها رو اینا ردیف کردن که از آخوند تعریف کنن. میگم آقا جون شما
الان اگر این مانی خورسندی بره دکتر بگه حالم خوب نیست، اولین چیزی که بهش میگن، میگن دیشب چی خوردی، دیروز چی خوردی، میگه آقا دور از جونت، از صبح با دوستان رفتیم، شراب خوردم، این خوردم، اون خوردم. به این میگن علت و معلول. علتش مشروب بوده، معلولش امروز این حالت زامبیه. شما نمیتونی امروز به آخوند فوش بدی بدون این که ببینی پدر به اصطلاح اینها شاه بوده، مادر اینها فرع دیبا بوده. اینها فرزندان شاه و فرع هستن و دنباله حکومت اسلامی، حکومت همون سلطنت و نمیدونم جبر و جباری شاهه. خب ایران موضع قاطعی برای احقاق حقوق فلسطین دارد. و اما اینو من نفهمیدم، این بالا نوشته ایران 400 میلیون دلار به سازمان آب انگلستان وام داد، این پایین نوشته 1,200,000,000 دلار تقدیم به فاضلاب ملکه. یا اینکه یه نفر اومده اون پول اون روز رو بر اساس پول امروز حساب کرده، که به نظر من این درست نیست. چون شما مثل این میمونه که ایران الان تو ایران مثل که مهریه ها رو میگن وقتی به اجرا میذارن، طرف میگه آقا مثلا اگه سال 57 مهریه این 4 تا سکه طلا بوده، حالا به جاش باید 40 تا بگیره. البته سکه طلا نمیشه مثال بزنم، چون سکه طلا قیمتش خودش رو تنظیم میکنه. در صورت این نمیدونم من چرا ایران 400 میلیون به سازمان آب انگلستان وام داد. این یه شعری بود میگو یا رب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این ماجرای شاه بود. مثل افرادی که میان این ور اون ور کشورهای خارجی کردیت کارت گیرشون میاد ولی طرز استفادهش رو بلد نیستن، همون ماه اول میرن پدر خودشونو در میارن، خودشونو بدهکار میکنن و همه چی رو به خطر میندازن. اتفاقا در همین آمریکا از امسال قرار شده به بچه ها درس بدن که چگونه از چک استفاده کنن، چگونه از کردیت کارت استفاده کنن و الی آخر. اینم ماجرای شاه و کمک به انگلستان. آخه بگو تو چه کاره هستی که به انگلستان کمک میکنی. و اما اینایی که باز فکر میکنن الان به مصیبت آخوندا گرفتاریم، نه قربان، همیشه گرفتار بودیم. این سلکت ایریا نگاه کنید، این آخوندا به علت تصادف، اولا چه تصادفی، اون وقتا می نوشتن به علت مصادف بودن، که اونم مصادف از کلمه تصادف میاد، به علت همزمان شدن ماه مثلا روزه حج، در اصل به علت تصادف با ایام سوگواری سینماها از امشب تعطیل است. برنامه تلویزیون هم اگه نگاه کنید تلاوت کلام الله مجید، اشعار مذهبی، نیایش، دعایی از صحیفه سجادیه، اذان مغرب، جملاتی از نهج البلاغه، سخنرانی مذهبی، این از ساعت 5 عصر تا 6 بود. حالا 6 شهر آفتاب، 6:30 برنامه نقالی، ساعت 7 روز همینجوری. بعد ببین ساعت 28 شب دوباره سخنرانی مذهبی، دوباره ساعت 21:45 سخنرانی مذهبی. دوستان یکم انصاف داشته باشید. و اینم صلح امام حسن، پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، ترجمه سید علی خامنه‌ای. این زیر دقت کنید دوستان، علی خامنه‌ای از اون زمان چیکار میکرده؟ تو روزنامه ها و اینها مقاله داشتن، همونجوری که بهشتی و باهنر و اینها کتابای درسی بچه‌ها رو می‌نوشتن. آقای اکبری نوشته که اجداد من اتفاقا همگی در بازار وکیل بودن. ما اجدادمون هم خب یه سریشون توی بازار وکیل بودن، همون ساچمه فروشا و سر فروشا و اینها. خماری، خماری میگن، این که دیگه از نشگی رفته اون و میگه من هم میگویم که شاه دیپلم نداشت. این دوستمون ببو هم میدونه که شاه دیپلم نداشت، ولی شاه دوستان هنرپیشه خوبی بود. شاه مثل این ترامپ، یه فیلمی هست، آقایی هست عربه به نام فکر کنم ناصر بهش میگن، نس دیلی یعنی روزانه ویدیو میذاره،
این رفته بود 3 سال پیش بررسی کرده بود که چرا ترامپ تونسته بود اینقدر طرفدار پیدا کنه. گفت این برای این بود که به زبون ساده به مردم حرف میزد و مردم میفهمیدن حرفاشونه، ولی دروغ میگفت. اشکال الان دموکرات ها اینه که به زبون ساده با مردم حرف نمیزنن و ممکنه بازنده بزرگی باشن هم امسال 2022 و هم 2024. آقای اکبری چه لهجه قشنگ شیرازی صحبت میکنن. یاد زمانی که در کجا بوده اینشون نوشته، بله ملیه خانم نوشته. ببین آقای اکبری یه دب به من گفت که سوربی دختر من وقتی میاد اینجا میگه ای بابا این آقا هم مثل تو حرف میزنه. خب نشد دفعه قبل که ببینم اتون، حالا انشالله یا امیدوارم دفعه آینده. خب میگه که بحرین ما، دوستان نگاه کنید این نشریه، در بحرین چه خبر است؟ عده ای از بازرگانان وطن پرست بحرین از دولت تقاضا کردند که به هر وسیله که ممکن است از اوراق قرضه ملی به بحرین ارسال دارند و همچنین درخواست داشتند نماینده در پارلمان ایران را درخواست داشتن نماینده در پارلمان ایران را نمودند. بعد میگه که همه یک صدا از حقوق ملت تیر روز ایران ملتی که روی طلا جان میدهد ایران ملتی که روی طلا جان میدهد دفاع کنیم. والا من نمیفهمم این مال کی بوده، نوشته تاریخ چی مطبوعات، تاریخ نذارش بالاش که من بتونم، حالا مهمم نیست. دوشنبه اردیبهشت ماه 2536، این 2536 و اینا هم تاریخی بود که یهودی ها چپندن به شاه، شاه نادان بی سواد با یه افرادی مثل شجاع‌الدین شفا و دیگران این را قبول کردند و آن شد که آخوندا برگ برنده رو گرفتن دست و آمدن جلو و الان هم یکی مینس 2580ایم، یکی مینس 2850 هستیم، هیچکی نمیدونه کجا به کجاست. دوستان نگاه کنید نصف روز مردم اصفهان به خاطر گوشت به هدر می رود. حالا طرف میگه آقا چرا به آخونده فوش نمیدی؟ آقا گور پدر آخونده. من دارم میگم این همه تلویزیون به آخونده فوش میدن چی شده؟ اونی که علت بوده الان اومده بیرون به دروغ به همه میگه ما خوب بودیم، شماها احمق بودین. نه آقا شما خوب نبودین، شما بد بودین، اینا بدترن. نگید شما خوب بودید و اینا بدترین عالمن. بفهم رکورد فروش در دست کتاب‌های مذهبی است. دوستان زمان شاه عصا، کاش که این تاریخاشو درست میکردن، من درست نمیبینم، فکر کنم سال 40 یا 56، یه سال قبل از انقلاب، مروری بر چاپ و انتشار. و اما اینا جالبتر میشه، حالا تند زدم رفت. بله این دوستان نگاه کنید، کاروان حامل هدایا برای اطبات، میگن اطبات عالیات. بله من خودم سرباز بودم در کرمانشاه، یه میشه بگیم یه سال و نیم دو سال قبل از انقلاب، و 3 روز کرمانشاه خیابوناش به وسیله لشکر 81 زرهی بسته میشد، نگهبانی داده میشد تا این کاروان که نگاه کنید الان عکس خمینی و خامنه‌ای هر جا میرید آویزونه، عکس شارم چسبونده بودن رو این تاج، چرا به این باربند اینا هم گفتن تاج، رو تاج کامیون. و این بنزا رو نگاه کنید، اینا همه پر از طلا، پر از چیزایی بود که مردم بازاریا داده بودن و بعد بره به عراق، بره به کربلا. ببینید اینم اون ماجرا. آقای شاه هم که اینجا، این عکس خمینیه، اینم عکس شاه. میگه شاه خودش یه حجت الاسلام بود که با خمینی سر نوع اسلام دعوا داشتن و الا هر دوشون به اصطلاح خرافاتی و هر دوشون مذهبی بودن. 1000 ایرانی با 1 کلیه زندگی میکنن. دوستان دقت کنید، خرید و فروش اجزا و اندامهای بدن در بورس معاملات، روزنامه زمان شاه است.
میگه موفقیت جراحی های پیوند کلیه بازار خرید فروش کلیه را رواج میدهد. و حالا نه کاری به شاه داریم نه کاری به شیخ داریم، در همین آمریکا دوستان یهودی اسرائیلی کلیه مردم رو میخریدن و به اسرائیل میبردن، با قیمت چند برابر میفروختن که چند تا از این خام و این کنسا یعنی محل مثل مسجدشون اینا رو هم دستگیر کردن. و میدونید که تو چین هم میگن به اصطلاح اجزا و اندامهای بدن زندانیان رو خرید فروش میکنن. خب بقای متبرکه کربلا به فرمان شاهنشاه تعمیر میشود. گوش کنید این مال 1346، 11 سال قبل از انقلاب. از امروز تخریب گنبد حضیر القدس اقدس یا اقدر حضیرت الاقدس شروع شد که این جایی بوده که میگن به شاه رفتن خبر دادن که این بهایی‌ها دنبال این هستن که حکومت تو رو از بین ببرن، همون چیزی که آقای ارشاد چندین سال داشت میگفت، حکومت بهایی‌ها دنبال این هستن که حکومت جهانی داشته باشن و آقای حسن فیروزی هم در یه برنامه در تلویزیون مردم این رو اعلام کرد. ولی دوستان عکس رو نگاه کنید، تیمسار باتمان قلیچ و اینها رفتن کلنگ برداشتن، اینا نرفتن یه کلنگ بزنن یه جای یه درخت بکارن، رفتن کلنگ برداشتن محفل بهایی‌ها رو در تهران، بله قریب 20 نفر عمله، بنا، نجار و آهنبر از صبح زود به کار پرداختن. سرهنگ حریری مأمور تخریب، من یه جا خوندم باتمان قلیچ بوده ولی بالاخره هر کی بود گذشت رفت. حالا اینجا رو گوش کنید دوستان، آقای شاه، اماکن مقدسه اسلامی نباید در دست اسرائیل باقی بماند. اینی که اسرائیلیا شاه رو کله پا کردن، دوستان گوش کنید، اینجام عربستان چاهای نفت را منفجر خواهد کرد، همین عربستانی که امروز شده موش مرده آمریکا و اسرائیل و اینها، عربستان اون موقع هم اینجوری گردن کشی چی میگن. بله سلام آقای زمانیان، سلام به شما، سال نوتون مبارک. دوستان اینجا گوش کنید، همونجوری که رضا پهلوی هم گفت من میترسم به اسلام صدمه برسه، شاهنشاه گفتن میترسم به دین ما هم صدمه وارد شود. حقوق استادان دانشگاه آریامهر قطع شد، معلمایی که الان تو خیابون هستید، زمان شاه هم حقوق استاد رو قطع میکردن. اینجا هم نوشته جنجال دو ایرانی در فرودگاه جدید توکیو، نمیدونم چه خبره، ولی خرم در خارج از کشور دستگیر شد. این خرم فکر کنم همونی که صاحب پیکان ایران ناسیونال بود، اتفاقا چند سال پیش یه نفر تو بالتیمور که میگفت پسر یه تیمساری هست به نام آرش راد، به من گفت که بنز نمیدونم چی خرم رو داره و اگه من بخوام به من میده 15,000 دلار. من گفتم ماشین کنه این، میخوام برای چی؟ میرم این ماشین نو میخرم، دلم خوش که ماشین او رو سوارم. بگذاریم، محدوده تهران شهرها افزایش یافت، آیت الله عظما خمینی نمیدونم چی پایان نیافته است. حالا برگردیم اینجا، این بعد انقلاب لابد که خرم، یا شاید قبلشون، شاه خیلی ها رو قبل از انقلاب دستگیر کرد که بلک باریکلا. بابو میگه هر دو مردم فریب بودن، خدا پدر و مادرتو بیامرزه. ما هم به همین خاطر میگیم اینها فرزندان خلف شاه هستن و اینها چون تنبل هستن به جای تاج سنگین عمامه گذاشتن سرشون، و الا اینا هم اینو میذارن سرشون که به دیگران بگن ما از شما بالاتریم. ضمناً راجع به عمامه هفته پیش دیدیم، شنیدیم، خوندیم که خانومی در قم با دو تا آخوندی که بهش خواستن امر چی میگن امر معروف نهی از منکر کنن، یکی از اون احمقا گویا با عصا میزنه به پای این خانم، این خانم هم عصبانیه میکنه عمامه اینو میندازه زیر پا و لگد میکنه. به خاطر اینکه من و شما دوستان مجانی برای آخوندا کار میکنیم و اینا رو پخش میکنیم، کاری کردیم که این خانم رو گرفتن. حالا ببینیم دعا
دو روز دیگه این بنده خدا رو با چه وثیقه ای آزاد میکنن، اگر آزاد کنن. منم نوشتم خب این خانم رو هم تحویل آخوندا دادیم، نفر بعدی بیا جلو. یه عده که احمقن نمیفهمن که این منظور من طعنه میزنم، شروع کردن فحاشی. منم تا اونجایی که میتونستم جوابشون دادم، چون آخر سال بود، گفتم هر چی فوش مال سال 2031 مونده بذارید بدم. میگه پیکان مال برادران خیامی بود، خرم صاحب پارک خرم سرمایدار و رفیق ننه شاه بود. آها آکرم آها. این ماشینی که من خوب شد گفتی، مرسی آقا مرسی. این ماشینی که من میگم مال خیامی ها بود، همون صاحب ایران ناسیونال. شاید هم مال خرم بوده، نمیدونم. این آقای رادم یه 300 خورده پول بلیت خریده بودم برای بیاد خانم مهستی رو ببینه، خودش و خانمش. اولا این آقایی که اینقدر ادعا میکرد کمک میکنه و فلان، به حمایت که نکرد هیچی. اون 380 دلار پول بلیت و اینهای ما رو هم خورد و دیگه هم هیچ خبری ازشون نداره. خب دوستان گوش کنید، وزیر کشاورزی در اجتماع دیشب تحصیل کرده های کشاورزی گفت راه اصلاحات ارضی بازگشت ندارد. حالا اینو گوش کنید دوستان، این سال 1341 ها 80% مردم ایران گرسنه و نیمه گرسنه هستند. آخه بی انصافایی که شعور ندارین، نمیفهمید کلمه علت یعنی چی، معلول یعنی چی، کدومش اول انجام میشه. پدر شما آدم بدیه، مادرتو میزنه، شما رو میزنه، میره قمار میکنه، مادر بدبختت که ملت باشن طلاق میگیره، میره با یک کسی دیگه ای که اومده به دروغ بهش گفته من انسان شریفی هستم ازدواج میکنه، این مادرتو که میزنه هیچی، به شما هم تجاوز میکنه. حالا میشه فگی فقط این شوهر ننت اشکال داره، یا باید شما بری اون پدر پدرت هم در بیاری؟ خب 80% مردم ایران گرسنه و نیمه گرسنه بودن. بابا اقلا صد رحمت به دوره قاجار شپش داشتن، حالا که دیگه نیمه گرسنه و گرسنه. خب دوستان اینو گوش کنید، دیدید الان عکس میندازن یه بچه ای رو انداختن تو سطل آشغال فلان اینا، که کار بسیار بد و چه از لحاظ گناه حساب کنی چه از لحاظ انسان بودن. ولی نگاه کنید، در سه گوشه شهر ما روزی سه کودک سر راه می نهند. در پرورشگاه های شهر قنچه های غم و اسرت در انتظار یاد سحرگاهی سرنوشت هستند. من نمیدونم اینا چرا اینجوری می نویسن، در انتظار یاد سحرگاهی سرنوشت. بابا درست مثل آدم بنویسین. خب گوش کنید دوستان، این سال 1340، همون سالی که مردم ایران 80% گرسنه و نیم گرسنه بودن، گنبد حضرت شاه چراغ تلاکاری می شود. من یادمه، من چون آسونه زندگی می کردم و اون بازار تنوره بغیری ها، از اونجا که می مدیم باید از مسجد جمعه و بعد از توی شاه چراغ و اون احمد ابن موسی نام داریم چیزی رد می شدیم تا بریم این ور مسجد نو و گلدسته به اصطلاح خونه عمومون، و می دیدیم که هر روز دارن یه جایی رو درست می کنن. هزینه طلاکاری این گنبد بالغ بر 31 میلیون ریال است که از محل موقوفات استان قدس رضوی پرداخت خواهد شد، چون می گفتن این برادر امام رضا بوده. خب اینم آقای شاه فیل سواری در جنگل ها و بنگال سوار فیل شده به جستجوی پلنگ رفتن. داداشم میمد شیراز، اون موقع این قوامی ها شهردار بودن، پدر بنده هم راننده، بابای شاه رو برمیداشت میبرد دشت ارژند که آقای اکبری یه ویدیوی گذاشته بود اونجا برف میمد. بعد پدر من تعریف میکرد که همه اونجا رو قروق میکردن، یه عده دهاتی و به اصطلاح بومی اون محل هم باید میرفتن از اون ور با تبل و بوغ و این چیزا میزدن حیوانات وحشی اونجا دشت ارژن، اینا بیان به طرف آقای برادر شاه، آقای برادر شاه همین دکمه رو بکشه تقی بزنه. بعدم با افتخار دیدید حتی رضا پهلوی از لحاظ خرس و نمیدونم فلان اینا فکر میکنن شکارچی هن، میرن وای میسن، اونا از اون ور شکار رو
پوش بدن بیان. حالا اینجا هم شاه سوار فیل شده رفته فیل هوا کنه. خب میگه که ایران ژاندارم منطقه نیست، ما به کشورهای عربی در حال جنگ، گوش کنید دوستان، ما به کشورهای عربی در حال جنگ با اسرائیل کمک میکنیم. اون احمقایی که هی میگن اگر یک مرد بود، این مردی که مال مصر کی بود که یه نفر از خودشون به اصطلاح زد بهش، صدام نه بگید، اون یکی دیگه کی بود اسمش؟ بله میگه شاه بی امامه آخوند بی تاج. چقدر قشنگ گفتی، شاه بی امامه میشه هم آخوند بی تاج. کی بود این مال مصر؟ این دلیلی که به شاه کمک کرد برای این بود که هیچ کشوری احمق‌تر از شاه نبود که با اسرائیل در بیفته و کشتی نفتی، نفتی که فروش رفته داره میره یه جای دیگه، بگه دور بزنید برگردید برید مصر. و از اون روز اسرائیلی ها گفتن حالا ما چجوری اینو کله پا میکنیم که دنیا بفهمه. اینم آقای شاه بی دیپلم و بی سواد. گوش کنید دوستان، دوباره شاه در تاریخ 1300 و این کیه؟ 2535، که ما و آخرم نفهمیدیم یعنی کی. ما نمیخواهیم بیت المقدس در دست صهیونیستا بماند. آیا این همه حرفی نیست که آخوندها میزنن؟ شاه اینو شروع کرد. خب اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است. این آقای شاهنشاه گفتن دوستان. خب در تظاهرات دیروز 58 نفر کشته و 205 نفر مجروح شدند. اینجا هم نوشته 78 نقطه تهران را در 24 ساعت اخیر به آتش کشیدند. بعدم میگه تشکیل اجتماع بیش از دو نفر در تهران ممنوع است. دیگه از این به بعد شما هم یادتونه این عکس 25می بود. خب حالا کدام یک از شما اینقدر سواد داره، تاریخ خونده، فهم و شعور داره که به جای اینکه شب توی تاریکی یواشکی تلفن بزنه دست تو دهنش بکنه که صداشو نشناسیم؟ آخه احمق، من چند بار با تو حرف زدم که صداتو بشناسم، که حالا دست میکنی تو دهنت که صداتو نشناسم. این نشون میده که چقدر تو سست باوری، چقدر احمقی، چقدر نادانی، چقدر ترسو هستی. و الا تلویزیون مردم که از قدیم گفتن آقا بیا نظرتو بگو ما پخش میکنیم. اون موقع ما نداشتیم اسکایپ، نداشتیم تلفن‌های تصویری، نداشتیم. الان شما میتونی از اینجا تماس بگیری، از اون ور دنیا مجانی با واتساپ بیای. من اینجا نشون میدم آقای ایکس، آقای ایگریک، خانم ایکس، خانم وای داره با ما تماس میگیره، نظرتو بگی مثل آدم. از این فرصت استفاده کن. اگه فکر میکنی من میام مثل آقای فلانی که دیدم بنده خدا به گوه خوردن افتاده بود، گفته من آمدم و نمیدونم چی دادم، چی میگه آماده باش دادم در اصفهان، کسی نیمد، بعد رفتم دنبال کار زندگیم. آقا معلومه کسی نمیاد. شما با 3000 تا سابسکرایبر یوی یوتیوب، بنده با 2000 تا سابسکرایبر یوی یوتیوب، بیش از 20000 تا این ور اون ور، ما اگه تونستیم یه روز بگیم آقا ما تا فردا 1000 دلار میخوایم، اگه کسی اومد 1000 دلار داد، بعدن باید قمپوز بشیم و حرف بزرگتر از دهنمون بزنیم که آقا حالا بیان تو فلان میدون میخوایم بریم کشته بشیم. من امروز چون اول سال بود و بعد برنامه این به اصطلاح خبر بد فرزند دوستمون رو شنیدم، نه از آقای نیساری نه از آقای مهران نژاد از هیچ کدوم دعوت نکردم که امروز با ما باشن. توی هفته های آینده، هفته آینده بهتون گفتم دوستان یه شنبه برنامه خودم 10 شروع میشه، یعنی 4 ساعت زودتر از معمول. شما لطف کنید این برنامه رو اگر از فیسبوک میبینید اون فالو رو بزنید که وقتی من رو فیسبوک میزنم گویا اینجوری که دوستان میان برای اونها. آها انور سادات، البته انور درسته. آها سادات، خیلی ممنون. اون یکی نوشته انبر سادات، این یکی هم نوشته سادات. آقای زمانی دمت گرم با این نوشته هایی که میذاری. و من یه روزی اگه فرصت بشه یه 10-15 دقیقه میخوام از شما بپرسم شما این چیزای تاریخی و اینها رو از کجا، همین
الان دوران دیجیتال و اینا میخونی یا قبلا هم علاقه داشتی؟ این دوستان خانبالا، همین آقای طهمورث زمانی هستن که خیلی قشنگ مینویسه و احتمالا به شما هم میگن مزدور هستین، ولی نمیخونن. اون موقعی که شما مینویسید راجع به این آخوندا، راجع به جنت، اونا رو نمیخونن. اینایی که چرا این کلمه تعصب برای چی میگن؟ تعصب که فقط حزب الله تعصب نداره، شاه اللهی هم تعصب داره، مصدق اللهی هم تعصب داره. تعصب یعنی عصبانی میشه. اگه شما یه کلمه برخلاف باورش صحبت کنی عصبانی میشه. حتما این فیلم داریوش اقبالی رو یکی از دوستان اینجا هم لینک بذار، خودم هم گذاشتم، حالا که دیگه عکس شاه از شرش راحت شدیم اینو ببندیم. خب حالا کی باشه تا زمان بعد از آخوندا عکسای آخوندا رو از روزنامه خودشون بیاریم که میگن چی میگن. دو هفته پیش بود یه چیزی رو بهتون نشون دادم که یه نفر میگه من خیلی پولدار بودم ولی الان که اومدم، بعد به آخوندا نصیحت میکنه، میگه این مردم میان خونه هاتون آتیش میزنن ها، زن بچه تون هم داخلش آتیش میزنن، نکنید این کارو. به یه نفر گفتم باورش نشد، پنجشنبه با دوستان بودم، گفتم آقا خودشون دارن اینو میگن، این که من و شما که نیستیم. که آقایی هست به نام رجایی 32 سال درس اقتصاد میده، نشسته فکر کنم یا با وزیر اقتصاد یا با این رئیسی، میگه آقا اون موقع شما میگفتید میگفتید این روحانی چون کاربلد نیست دولت قبلی رو هی مسئول میدونه، الان شما میگید دولت قبلی. خب این که نمیشه که. و اون رجایی میگه به اونا، میگه به خدا من شما رو دوست دارم، ولی مردم روزی که آمدن میریزن همه اونو قلقم میکنن. حالا آیا اینا از تاریخ درس میگیرن یا همون اشتباهات شاه رو تکرار میکنن؟ و این بار چون خبر پخش میشه دیگه راه فرار نیست، مثل زمان قدیم نیست که شاه بلندش بره بعد روزنامه بنویسه شاه رفت. میگیرنتون مثل اتیوپی، میخواستم بگم مثل لیبی، هفتی رو میذاره تو سوراخ ماتحتت شلیک میکنه. میگیرنتون مثل صدام حسین، از سوراخ میکشنتون بیرون. شما میدونستید تو اون سوراخ پودر خواب‌آور ریخته بودن؟ وقتی که گزارش میده، اتفاقا یکی از یاران غار خود صدام گزارش میده، چون جایزه گذاشته بودن احتمالا برای جایزه بوده، بعد آمریکایی‌ها که میرن اونجا از ترس اینکه تله نباشه و فلان اینا، یه چیز خواب‌آور میریزن اونجا، بعد آقا رو میکشن مثل موش بیرون. و خالبالا انسان با تجربه و اهل مطالعه هست. خیلی ممنون، خوشحالم، پس من تنها نیستم. که نشون میده خود آدم، همین این که میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، خب کاملا درسته، هم عیبا معلوم نمیشه هم حسنش، ولی وقتی صحبت میکنه هم عیب معلوم میشه هم حسن. ایشون اصلا معلومه که دانشش داره، اهل مطالعه است، با سند و مدرک صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم که و افتخار دارم که حالا دوست ایشون هستیم، دوست مجازی. این کلمه مجازی هم وقتا توی فیزیک تصویر شما رو تو آینه میگفتن تصویر مجازی، یعنی یه چیزی که درست نیست. حالا این اینا میگن سایبر که چیزای نمیدونم فضایی و فلانه، ما میگیم صفحات مجازی، نمیدونم چرا. خب بذارید من اینجا نوشته زیاد دارم. دوستان، دکتر رضا حاضری کیست؟ این آقا برای من چندین مدت پیش، اتفاقا یادم افتاد به دکتر، به رضا فاضلی. من به رضا فاضلی چون یه چند بارم اینجا دیده بودم، چون یه کمی هم باهاش شوخی میکردم، اذیتش کردم یه دوبار، و بهش میگفتم آقا تو باید نصف پول ماهواره رو بدی، چون یه کلمه حرف میزنی یه ربع ساعتی همینجور نگاه میکنی تو دوربین، و بهشون بگو آقا من که بندوید تلف نمیکنم، پول کلی هم فوش داد به من. بگذاریم، رضا فاضلی رو من آخریا بهش میگفتم آقا دیگه باید است بذاری فاضلاب، چون واقعا این چیزایی که میگه خیلی مزخرفه. کسی که خودش اول رفته درس آخوندی، هم اون هم فولادوند، اینا همشون اول رفته بودن دنبال آخوندی و اینا، چون آخوندی تو دوره شاه هم فرار از سربازی بود،
بعدم آخوندی زمان شاه هم دانشجوهایی بودن که شهریه نمیدادن، همش پول میگرفتن، حقوق میگرفتن. حالا درسته دانشجوها در دانشگاه شاه شهریه نمیدادن، ولی همه کمک هزینه و خونه و اینا نمیگرفتن. آخوندا زبل بودن از همون موقع هم. حالا دیگه تو خونه هاشون چه خبر بوده ما کاری نداریم، ولی از همون موقع خونه مجانی و اینجوری میگرفتن. این هم بمانه. دکتر رضا حاضلی برای من نوشته بود که ایشون حدود 120 تا گویا فیلم درست کرده و اینها و چند تا ویدیوشو مجانی برای رضا پهلوی فرستاده. امیدش این بوده که رضا پهلوی نگاه که میکنه با این تماس بگیره، اون حتی یه عکسی با این دیویدی ها نگرفته بفرسته. برای من خیلی جالب بود، یاد امید دانا افتادم. همه اینا وقتی که از ایران میان یا میخوان فعالیتش رو شروع کنن، اول میرن آویزون رضا پهلوی میشن، نمیدونن که آقا این نم پس نمیده، این مادر بزرگ خودش مرد، اینا خاکش نمیکردن، فامیلای خودشونو خاک نمیکنن. میان وقتی به مرده فامیل خودشون رحم نمیکنن، به تو رحم میکنن. در صورت رضا حاضری رو هم اگه داشتید ببینید، میگه به سربی گرامی تعصب یعنی خوشمغزی و کورکورانه پرستش خدای زنده. اینم نمیدونم این تعریف درسته واقعا، مال مثلا از کتاب ده خدا و اینا معنی تعصب اینه. در صورت هممون میدونیم تعصب یعنی چی. تعصب یعنی الان اگه یک کسی اومد یه چیزی گفت شاه بده شیخ بده، یک کسی گردنش رگش میزنه بیرون و عصبانی میشه، این طرف تعصب داره. ولی منی که ندارم میگم آقا بله اینا معلومه که هر کسی بدی داره خوبی داره، یه سری از خوبیاش تعریف میکنن، یه سری هم حق دارن از بدیاش بگن. بفرما برجام، مخالفین دیروز امروز مسئولین برجام هستن. بعد بهشون میگه آقا شما تا دیروز از این برجام ایراد میگرفتی، میگه خب ما دیروز فعال سیاسی بودیم امروز مسئولیم. اینا رو باید بگیرن. من طرفدار اعدام نیستم، ولی مثل اون رضا فاضلاب که میگفت باید وصل کنن به اینا رو به سیم چراغ بر، باید واقعا آویزونشون کنن. حالا ببینیم چه غلطی میکنه. و اما ماجرای بازیکن ایرانی و مکان در اتوبوس، بهتون گفتم که یه بازیکن فوتبال و یه خانمی تلفنی گفته بیبریم تو اتوبوس و اینها. البته همه میگن چرا این نوار الان اومده بیرون بعد از 5-6 ماه. میدونید که خبرها رو بعضی وقتا اونی که ریلیز میکنه یا میده بیرون پشتش یه هدف به خصوصی داره. و ماجرای شهرام شب‌پره که گفته بود به ایران برمیگردد و حتی دیدم شاهین یه فیلمی درست کرده و اینها، نه آقا اینا هر سال میگن امیدواریم امسال برگردیم، ولی اگه رضا پهلوی هم بره اینا ایران برو نیستن. آقا اینا همشون مثلا شهرام شب‌پره تا اونجایی که من میدونم بچه سرهنگه، اینا همشون تو ناز و نعمت بزرگ شدن. خود گوگوش که انقدر میگه آخ من یتیم بودم، بدبخت بودم، بیچاره بودم، از 3 سالگی توی کابارا و اینا خوش میگذشت، بهشون مورد توجه همه بودن. حالا بعد میگه نه من خیلی زجر کشیدم، هر شب گشنگی میخوردم، بابام منو میذاشت رو صندلی میفرستاد بالا. آدمی که زجر کشیده 70 سالش این شکلیه، وقت من نگاه کنی 44 سالم میبینی چه شکلی شده. خب هدیه سال نو، این شعر هم خط بزنم، پیام پتیک آقای اکبری و کردارم پخش کردیم. هدیه سال نو به شما، اگر کسی در تلویزیون مردم برنامه بگیره یا آگهی بذاره، آگهی که الحمدلله دیگه تلویزیون ها هیچ که آگهی نمیذاره چون میگن مردم مزاحممون میشن، باورتون میشه ما یه ملتی هستیم این همه ادعا داریم. این بنده خدا آقای زفرانگیری محمد رفی آگهی داده بود اینجا، میگه آقا موقع لانچ تایم به هم زنگ میزنه سر نهار بازار، میگم آقا هر وقت اومدی اینجا نهار مهمون من صحبت، میگه نه حالا شما بذار من برات بگم این سربی آدم خوبی نیست. گفت بهش میگم فلان فلان شده، من با سربی بزرگ شدم، من با برادراش همکلاس بودم، اینا تو این شهر هستن، تو کجا هستی؟ میگه من کالیفرنیا هستم. یه چنین حرومزاده هایی ما سرزنش نمی کنیم که کسی آگهی نده، ولی اگه کسی برنامه خواست تو تلویزیون مردم برای 3 ماه اگه پرداخت کنید، ژانویه و فوریه و مارس یا مارچ، اون وقت ما 2 ماه 4 یعنی 2 ماه بده 3 ماه ببر، اینجوریه دیگه، چی نمیدونیم
در قم عمامه آخوند زیر پای زن گفتم و سنت بشقاب خالی برای مهمان ناخوانده کریسمس در لهستان. میدونید کی بشقاب خالی میذاشته سر سفرهش؟ احمدی نژاد برای امام زمان. یک مصاحبه آقای میلانی رو من گوش دادم، گفت نزدیکترین دین به دین زرتشتیان شیعه اسلامیه. حالا شما ببین، این برای امام زمان بشقاب میذاره سر میزش، لهستانیا سر سفره کریسمس برای نمیدونم یا عیسی یا اون بابا نوئل یک چیز میذارن، اینجا شیر و بیسکوت میذارن برای بابا نوئل، به اون چاقی از سوراخ به این چیز بیاد پایین، و نمیگن که این همه از تو سوراخ اومد چرا این لباسش سیاه نمیشه، لباس قرمز و سفید و اینا بماند. همه جا همین مزخرفات، همین خرافات بوده و هست و خواهد بود. همبستگی داریوش، حتما اینو نگاه کنید بنویسید، همبستگی چند تا نقطه داریوش اقبالی. من سعی میکنم این ویدیوها رو توی تلویزیون مردم پخش کنم. حالا اگر کسی هم پتیک این کارو میکرد، پتیک یه ویدیو که میدید میگفت سوال من $50 میفرستم این ویدیو رو مثلا دو روز پخش کنم، منم یه هفته پخشش میکردم تو تلویزیون مردم. شما لازم نیست خودتون سخنور باشین، خودتون محقق باشین، کتاب نوشته باشید مثل آقای مهران نژاد، بتونید چند سال نمیدونم بررسی کرده باشید بعد صحبت کنید. میتونید ویدیوهای دیگر رو اینجا پخش کنید، ولی ما تصمیم گرفتیم که دیگه حرف مفت کسی رو پخش نکنیم. خودمون بنز کافی حرف مفت داریم که بزنیم. دیروز یه نوشته رو از شاهین فاتحی میخوندم، گفت آقا چرا اینجا نوشتی شاهین فاتحی نادان؟ گفت که خودم میگم نادان که دیگران بهم نگن. گفتم آها، منم چند سال پیش یاد گرفتم خودم بگم که من مزخرف میگم که دیگه کسی نتونه بگه سربی مزخرف میگه. این بهترین روش. مرسی. حتما نوشته های آقای شاهین فاتحی رو بخونید. ببینیم آقای زمانی چی نوشته. نوشته جناب سربی، از همه جالبتر سپاه دین بود. اتفاقا تو این بود، نمیدونم چرا نه، سپاه دین بود که همون نوشته شما راجع به این بود که از طرفی سپاه دین میذاشت، از طرفی سپاه دانش و جمع ازداد بود. خوب یادمه، شاه جمع ازداد بود. بعد شما میگید که شاه میخواست دانشگاه الهیات روبروی حوزه علمیه قم باشه، و همون شما نوشته بودید که شاه و خمینی دو تا حجت الاسلام هن که فقط در پیاده کردن اسلام. آقا مرسی، خوب یاد گرفتم، مرسی. بله، میگه که از یک طرف سپاه دانش میفرستاد، بغل اون هم سپاه خرافه مرحوم شاه معجونی بود و آش شل قلمکاری در کشور تحت سلطه سرمایه‌داری جهانی ریفورم‌های ارضی سوسیالیستی انجام می‌داد، در جامعه طبقاتی ایران سازمان تک حزبی ایجاد می‌کرد. مرحوم نمی‌دانست حزب یعنی چی. همین کار سازمان مجاهدین داره می‌کنه، همین کار آخوندا دارن می‌کنن. اینایی که یک کتاب خوندن و فکر می‌کنن جواب تمام سوالای خودشونو همه دنیا تو اون کتابه، اینا همشون روششون یکیه. آخوند جوونه رو دیدید میگه خانما نباید برن بیمارستان برای وضع هم؟ مگه در دوره حضرت محمد بیمارستان بوده؟ نوشتم اولاب در دوره حضرت محمد هم پراید و پیکان و مرسدس بنز نبود، همه سوار شطور که بابات بود و اولاق که تو بودی میشدن. پس تام حالا با پای پیاده را برو یا با شطور برو این ور اون ور. ولی متاسفانه اینجوریه. ولی اون آخوندی که میاد میگه آقا سعدی درست گفت، برید بشینید دور دوستانتون تا نور ببینی، تا دوست ببینی، بهتر از این که شب تا صبح سرتو بکنی پایین، کونتو بکنی هوا، صبحم یه انقدر پینه رو پیشونید باشه. اونو نوشتن دارن باید بگیرنش. مردم پتیشن یا تومار پر کردن بگن آقای زمانی من ممنونم از شما به خاطر چیزایی که می‌نویسی، به خاطر ویدیوهایی که درست می‌کنی و به خاطر اینکه از شما یاد گرفتم تشکر می‌کنم. فیلم گنجشک و قناری دنباله اونه. اولش با همین دعوای خیابونی شروع میشه
و به نظر من فیلم جالبیه. به داداشم گفتم نگاه کن، آقا حوصله‌ام سر برد، گفتم یکم صبر کنید، بعضی وقتا این فیلم‌ها بلد نیستن مردم رو چجوری نگه دارن. خود شما، من یکی از اونایم که گولم می‌خورم، هی می‌زنم میگم می‌خوام ببینم این می‌خواد چی بگه، ولی فیلم گنجشک و قناری به نظر من فیلم قشنگیه. و اما تیمسار فردوس نارفیق، یکی نوشته بود یه فیلمی درست کردن دو سه قسمتی از تیمسار فردوس صحبت میکنه و اینجوری اینا، بعد نوشتن نارفیق. میگم آقا شاه اول به این نارفیقی کرد، شاه زن این یا دوست دختر اینو بلند کرد و کش رفت، همون طلا اگه اشتباه نکنم این ماجرا بوده. بله. و اما دوستی که امان من رو برید، خودش میدونه چرا من میگم امان من، ارادتمندم، امان ارادتمندم. 22 سال پیش یه دوستی زنگ میزد از آلمان و اینجوری بود که صحبتش میگفت امان ارادتمندم. من نمیفهمیدم، فقط میفهمیدم ارادتمندم. اون موقع ما مثلا نبود بگیم آقا خب. خلاصه با هم گپی زدیم و ایشون گفت که آقای لادن کجاست؟ گفتم الان کار دارن، امیدوارم حالا حتی اگه زمستون هم نمیتونن با ما باشن، بهار با ما باشن و اینها. بعد گفت من دنبال نوشته‌هاش هستم، گفتم توی اندیشکده برید نگاه پیدا کنید. براش لینک فرستادم، براش شماره تلفن واتساپ، شماره واتساپ آقای لادن و اندیشکده رو فرستادم. بعد گفتم من یادم رفت از اینشون گله کنم. خب درسته که من یکی از اونایی بودم که گفتم باور ندارم که تلویزیون باید از مردم پول بگیره، چون تلویزیون دو نوع داریم، یکی دولتیه، دولت حقوق میده، یکی این که میاد میگه من 10 نفر پیدا کردم 10 تا آگهی بهم میدن اینقدر. ولی مایی که هیچ کدومش نیستیم، خب باید از یه جایی یه درآمدی داشته باشیم. من الان یه سری چراغ و اینا گرفتم برای ویدیو، اتفاقا اگه کسی میخواد تو فیسبوک لیستش کردم، ولی از بس دوستان ایرانی فقط مزاحم میشن به فیسبوک گفتم به دوستای من این لیستینگ رو نشون نده. یه کامرای کوچولو هست، یه دو تا به اصطلاح سپایو و فلورسنت و 4 تا چتره، یکی چترای سفید که از داخلش نور میندازی فیلتر میکنه، یکی چترایی که آلومینیوم از پشتش به اصطلاح میندازی، اینا همه اینا 45 دلار. بعد خب اینا رو من میخریم، بعض وقتا کار میکنه بعض وقتا کار نمیکنه، میکروفون میخریم بعد یه مدت خراب میشه یه چیز دیگه، حالا حرف تو حرف میاد راجع به میکروفون. دوستان دیدید که این دوستان یه میکروفونی میخرن 28 دلار، بعد چون همراش فیلتر اومده، شاهین بتا هم هست، اما همراش فیلتر اومده، یه فیلتر، این فیلتر پاپ بهش میگم، پاپ پاپ اینجوری نکن یه فیلتر. شما هرگز جلو من تو برنامه ها میکروفون دیدید صدای ما اشکال داشته، ولی طرف یه میکروفون اینجا گذاشته، یه میکروفون اونجا گذاشته، این حالا یه پسر دیگه اومده یه میکروفونی به این گندگی میذاره جلوش، یه پاپ فیلتر هم میذاره، اینقدر وقت گاهی وقت این مرور میکنه. بعد میبینم که گوشیش هم از اون گوشی های مال 1000 سال پیش، هدفون های گنده این، و آقا این مری بازی ها چیه در آوردی؟ شما با یه تلفن معمولی میتونی برنامه اجرا کنی، اگر این تلفن رو مجبور شدی ببری دور، اون وقت میتونی یه دونه از این گوشیایی که از 300 دلاری هست تا 10 دلاری بذاری تو گوشت. و دیدم یه مجری این کاری کرده بود، بعد یادش رفته بود که حالا اونایی که باهاش صحبت میکنن این فقط صدا تو گوشش میاد، دیگه برای مردم پخش نمیشه. یه چند مدتی حرف زد، ملت هم براش مینوشتن آقا صدا نداریم اینا. بمانید، کارمون خیلی خرابه. خب شاه فولدرش نشون دادم، سگها سگ بودن. شاهین یه جایی یه چیز به من نشون داد من اینو بذارم، گفتم نه خواه، همه ما میدونیم این سگایی که میان اهلی میشن تو خونه و این ور اون ور هستن، بعضی وقتا حشری میشن، حتی به پای صاحبشون میپرن، به پشتش میپرن، یه کارهای غیر اخلاقی میکنن فلان اینها، و به نظر من خوب نیست. گفت ها منم شک داشتم، حالا که شما میگین خوب نیست نشون نمیدم. بعضی نوشته بود والا قدیما سگا سگ بودن، آدمو میگرفتن. گفتم به همین سگم اگه شما به همون سگای قدیم اگر میگرفتنت، اگه بهشون گوشت میدادی، استخون میدادی، رو میدادی، میبردشون تو خونه، تو تختت میخوابیدن، نمیدونم براشون دوشک داشتی، دیدی به مجریای من و تو و اینها سگشو میاره، اون گربهشو میاره. ما ایرانی ها خیلی لوسیم. حالا خود منم این کار کردم، یه دفعه سگ دختر من یا پسر من
اون خونه قدیمی که بودیم، از در که اومد دوید اومد مثل همیشه اینجا، ما هم آوردیم نشونش دادیم، یه بار اینم دوید اومد گفتیم حالا اگه این کار نکنی شروع میکنه واق واق کردن فلان اینا. ولی ما ایرانی ها خیلی لوسیم، خیلی بیمزه هستیم، همه چی رو شما ببینید این سگا الان تو ایران مشکل ساز شدن، میرن آدمای معمولی رو میگیرن، بچه‌ها رو میگیرن، برای که مردم بیرویه دارن تعداد سگا رو زیاد میکنن. شما همینجا استری داگ یا سگای ولگرد اینا رو میبرن، اگه سه روز کسی نیاد صاحبش باشه قشنگ یه سوزن میزنن میخوابونن. بله درسته، اون کار وحشیانه که آخونده انجام میدن با تفنگ میفرستن تو خیابون اینا رو میزنن کار درستی نیست. آقا اینا رو بگیر، اینا که یه چیزایی داریم این دزی گردنش میبری اونجا سوزن بزن قشنگ بخوابه دیگه. خرن، دارم بهتون میگم، اگه خر نبودن که این کارهای شاه رو تکرار نمیکردن. خب آخه اولاق تو کارهای شاه رو تکرار میکنی میخوای یه نتیجه دیگه بگیری، تو از این راهی که من میرم خوردم به دیوار همینجوری داری میای، آقای زمانی و دیگران هم میگن آقا میخوری به دیوار بنبسته، بعد میگی نه من اینقدر خرم تون میرم میزنم دیواره میشکنه میرم. در صورت اینم ماجرای سگای ولگرد و اینها، نوشته بود سگا سگ بودن حالا مشکل جنسی دارن، نه اینا از قدیم هم همین به اصطلاح رو هم میپریدن فلان اینا، حالا به جایی که رو هم بپرن طرف آورده چه خونه، خب رو صاحبش میپره. اینا رو معمولا ایرانی ها باز لوس بازی در میارن، اینا رو فیکس نمی کنن، حالا یا زن سگه یا مرده بالاخره یا نریه یا ماده درستش نمی کنن، اینجوری میشه. و اما اتوبوس خوابی در تهران که یه بحثیه، بذارید یه کمی از شور و حال و هیجانش بگذره، بعد اگه خواستیم با هم صحبت میکنیم. چون الان اگه من بگم آقا اینا برن تو اتوبوس بخوابن خیلی بهتر از اینی کنار خیابون بخوابن و بمیرن. آقای اکبری، خیابون آسونه فلکه سید علاءالدین حسین یه آقای بود باغبون به نام، یا میگفتنش مشسقر یا میگفتن کلسقر، که این انقدرم این شلنگایی که سوراخ میشد، لولای آبی که سوراخ میشد اینا رو میبرید، از اینا به عنوان سنگ استفاده میکرد. ما اگه میرفتیم تو چمن یک کله ملاق میزدیم، آقا اینو چه دست موری هم داشت نشونه بود، اینو پرت میکرد مثل این چیزای هست اینجا، میمم شور صدا هم میداد، تق میخورد به کمرت، سه روز مثل تاول میزد اینجوری. خلاصه یه روز از سرما مرده بود تو ایران زمان شاه، اون ما بچه بودیم، خیابون آسونه و سید علاءالدین حسین اینا، کارمند دولت هم بوده دیگه لابود، مرده بود. همینجا نیویورک روزانه شبانه اینایی که بی خانمان هستن و اینجا خیلی هاشون هستن حقوق میگیرن، معتادن حقوق رو استفاده میکنن برای مواد، بعد پول ندارن جایی نمیرن. حالا اینو گوش کنید، اینجا میگن بیا شب سرده برو یه جایی بخواب، میگه من نمیرم. میگن آقا اینجا گرمه، میگه من نمیرم. میگن چرا نمیری؟ میگه دیگران چیزامو میدوزن. حالا چی داره؟ یه گاری برداشته، گاری هم از یه فروشگاه دزدیده دیگه، مال باباش که نیست که. حالا تو ایران گویا تو تهران سرما که شده میرن تو اتوبوس میخوابن، بعد شهرداری هم ورداشته نوشته، حالا یا چیز زده بودن بذارید ببینم، یا آخه دیگه این روزم نمیفهم، مثلا دیدم یه عکسی مال خامنه‌ای زده بودن تو دوربین نگاه میکنه چیشو بسته بود، بعد طرف گفت بابا این عکس درستش اینه، این چیزه بگید این فتوشاپ شده. بذارید ببینم یه عکس رو من بیارم اینجا، نگاه کن من امروز براتون اینو گذاشته بودم، میخواستم نشون بدم که نشد پلیر چهار، میخواستیم حالا چون اول ساله میگم بنده خدا این شاهین که اینجوری شد ما کلن همه چمون به هم ریخ. من این عکسو یه جایی دیدم گفتم بذارم براتون. و اما اتوبوس خواب ها بذارید اینو من بهتون نشون بدم، نمیدونم این واقعا شهرداری اومده رفته تابلو بنر، چقدر بنر درست میکنن تو ایران، اون مدرسهش نمره 20 میگیره براش میزنن، اون از حج میاد براش میزنه. این نوشته شهرداری تهران اتوبوس خواب طرح ساماندهی بی خانمان ها زمستان گرم. حالا یکی اومده نوشته الاغ اگه ماشین خاموش باشه توی اتوبوس سردتر از بیرونه. نه عزیز من، توی اتوبوس اگه حتی ماشینم خاموش باشه اگه 20 نفر نفس بکشن گرمتره. بعد ضمناً اون که ماشین میذاره اونجا با راننده آورده گذاشته، خب بالاخره بخاری روشن میکنه و فلان اینها. ما دوستان باید این حرف آقای
داریوش اقبالی رو گوش کنیم. البته من براش نوشتم خب شما همه این چیزایی که گفتی درست، ولی به ما نگفتی چه باید کرد. این حسیبی هر کی با ما کار کرده یه پولی از ما دزدیده و رفته. حسیبی دیگه اون ضربه آخری، حالا اینقدر التماس میکرد ما بنیزن میخوام مصاحبه کنم، اینقدر ازم بگی تخفیف بده فلان، نه آخرش هم $200 از ما دزدید و رفت. مردک تو 80-90 سالت، دو روز دیگه میمیری، این همه پول میخوای برای کی بذاری؟ و منی که بهت سرویس دادم، برنامه‌ت و حرفت رو زدی، برنامه‌ت رو پخش کردیم، پول منو میدوزی؟ این یکی این بود. اون یکی زاکری بود. اون زاکری که میگم من مأمور دولت ایران بودم و اینها، سر اون ماجراهای قاچاق و اینایی که برای پسرش گیر اومد دیگه رفت کنار کلا، مسکه. نمیدونم اگه کسی از خبری چیزی داره یا نه، ولی یه زاکری هست که همین آقای شاهین فاتحی ویدیوشو گذاشته و این ویدیو داکیو یا کانال مستند ایران درست کرده. آقای زاکری، من چون تو لشکر 92 زره اهواز بودم، میگه که سال 55 از یه دوره از دافوس برمیگرده، نمیدونم دفاع فلان و اینا، مأمور اطلاعات بوده. بعد میگه رفتم دفتر فرمانده ارتش 92، لشکر 92 زرهی، که این میگه این یکی استثناء بود، 5 برابر لشکرهای دیگه به اصطلاح توپ و توپخونه و فلان اینا داشت. بعد صحبت که میکنه میگه یه پیرمرد لاغر کوچولویی با ریش نشسته بود اونجا، فرمانده گفت ایشونو میشناسی؟ گفتم نه. بلند شدیم سلام کردیم، گفت ایشون مهدی بازرگانه. و دوستان تاریخی که میگه، میگه 10/3/57 یا 55، یه چیزی اینجوری میگه، قبل از انقلاب. و اینا میگه، این گفت که مهدی بازرگان نماینده خمینی در ایران. بعد این مرده میگه که آقا اینا از اون موقع بودن و دست داشتن. گفتن به اون معتادی بگو که میگفت که تا شب انقلاب کسی نمیگفت خمینی کیه. گفتم احمد خمینی از سال 42 و قبلش بوده که 42 اون داستان ها پیش میاد، تو شیراز و جاهای دیگه تیراندازی میشه، خلیل سربی توی شیراز کشته میشه، بعد آقای دستغیب و خانوادهش فامیل اینو عوض میکنن، بعد انقلاب میکنن خلیل دستغیب، این پدر سگا فامیل مرده هم عوض میکنن. خب از نزدیکان، آها پیام آقای مسعود کردار رو گفتم پخش کردم، مرسی. و یادتون باشه از نزدیکان ضربه میخوریم نه از غریبه ها. این نمونه بارزش اینه. شما اگه این ور خیابون داشته باشی بری یکی اون ور خیابون باشه که اون نمیتونه بهت تنه بزنه، بهت مشت بزنه، معمولا اون کسی که نزدیکته میتونه بهت بزنه. و این میاد، حافظ هم یه شعری داره که از دو از غریبه ها چی بگم که هرچی میکشم از یاران هست. اینم از این دارم، ببینید این صفحه هی مینویسم. پیدا هست اصلا؟ نه پیدا نیست، بزنید. آها حالا پیدا میشه. این دوربینای اتوماتیک اینجوریه، من خیلی با دوربینای اتوماتیک خوشحال نیستم. مینویسم بعد میبینم خیلی جا نیست، میام با قرمز وسط آبیا مینویسم، بعد کوچیکترش میکنم، بزرگترش میکنم و الی آخر. اینقدر عکس دارم که بهتون نشون بدم، ولی ساعت 3:37 است. یه بار دیگه بهتون اعلام میکنم، اگه از فیسبوک ما رو میبینید لطف کنید اون قسمت فالو یا دنبال کردن رو کلیک کنید و هر وقت ما برنامه زنده میذاریم بهتون خبر میده. چرا فیسبوک نمیذاره ما یه دعوت عمومی برای همه بفرستیم؟ نمیدونم. حتی ما حاضرم یه پولی بدم، $10 $15 بدم قبل از برنامه، بگم حسن، علی، اکبری، آقای زمانی، آقای فاتحی، ما برنامه شروع میشه، شما بیاین و الی آخر. در رابطه با پیامی که پتیک گذاشت موقعی که گفت که هنوز اونا تو ایران از سنتی استفاده میکنن، میخواستم بگم آقا خیلی تون نرو، خیلی نردبون و اینا نفرست، چون شما نمیدونی حالا اگه بخوان از جدیدم استفاده کنن چه سوء استفاده هایی میکنن. یه نمونه سوء استفاده، خب همه دنیا کود شیمیایی استفاده میکنن، ولی کود شیمیایی تو ایران برای که طرف تنبله نمیخواد به مقدار و اندازه پخش کنه، میره کود شیمیایی رو میریزه تو چای آب، چای آب هم که علی یارد میاد انقدر میده، سیب زمینی صادراتی و دیگر تولیدات مزارع بازگردانده شدن.
یعنی رفتن سر مرز، اتفاقا میگو مرز پرویزخان یا پرویزی هم چیزی، برگشت. بعد طرف میگفت این خب اشکال نداره، یه ضرر بزرگی درآمدمون کم میشه. میگو اشکالش اینه که اینا اینو نمیرزن دور، نابود که نمیکنن، که برمیگرده تو بازار ایران و میدنش به خورد ایرانی بیچاره. سیب زمینی که مواد شیمیایی بیش از حد داخلشه، اینم برید پیدا کنید. و اما چک اینجا نوشتم، چک از کالیفرنیا، پتیک مهدسیان. خیلی ممنون پتیک جان، چشم، من این کار رو انجام میدم، ولی هنوزم اگه اوضاع کار کاسبی خوب نیست این چک رو میتونم چیز کنم. هنوزم اون پیشنهاد من به شما، و خیلی جالبه هر وقت من پیشنهاد کردم شما انگار که اونو نخوندی، به من حتی جوابم نمیدی. اکبری میگه که من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. دقیقا اینه. آقای خورسندی هم میگه اتوبوس هم روشن است. آره اولش اینا گویا سوار خطایی میشدن که شاهین درباره شما هم صحبت کردم، خوب شد دیر اومدی، راجع به میکروفون و اینها متوجه نشدی من چی میگم. بله گویا اینا سوار خطایی میشدن که طولانی تر باشه، و گویا اونجوری 20,000 تومان 25,000 تومان میدن یه شب میخوابن تو اتوبوس ها. حالا شهردار اومده گفته خب چرا اصلا اون کارو بکنیم، میذاریم اینا بیان اینجا بخوابن و الی آخر. خب یه خانمی بود توی تیم هندبال، اومد بیرون و گفتن گم شده، و بعد اومد گفت من گفت گم نشدم، به نام شقایق با پیری، فکر کنم کردم باشه. حالا این آقایه که میگم یه میکروفون انقدی جلوشه، یک فیلتر پاپ انقدی، یه گوشی انقدی هم گذاشته دور گردنش، این میاد توضیح میده که این خانم شقایقه، این دیگه عجب حرم لقمه ایه، که رفته با دوست پسرش که قبلا به هم زدن گفته بیا با هم آشتی کنیم، زمینه من میخوام برم مسابقه، یه پولی ما باید وثیقه بدیم که برمیگردیم، این پول رو تو وثیقه بده که من برگردم. اون بدبختم که فکر زیر شکمش و زیر کمربندش بوده، پول رو داده گویا 1,000,000,000 و فلان، 1.5 میلیارد، و این خانم بر نگشته. این آقا که نسبتا جوون هست و به نظر من یکم هم تو صحبت کردنش اشکال داره. میدونید ما ایرانی ها همه اون چون جوون که هستیم سیبیل میذاریم، نمیدونم چرا سیبیل که میذاریم این لب بالاییمون خود به خود میره تو، و بعد که سیبیل میزنیم لبامون یکم اشکال داره، ولی این آقا یکمی دندون و لب و اینا همه چی اشکال داره. شاید هم به همین خاطر یه میکروفون انقدی جلوشه. من امروز اگر این خبر تأسف بار درگذشت شاهین پارسی نبود، من میخواستم اولی که میام هر چی گوشی دارم بذارم اینجا، از اون گنده‌های قدیمی که میبردیم اسکای رادیو، و من گوشی خودم رو خریدم، چون اونای دیگه میمدن هم موقع کووید نبود 22 سال پیش $10-15 دادم گوشی خودم قشنگ تو کیسه پلاستیک میبردم تمیز، هر وقتم میمدن با الکل تمیز کردم برای هفته آینده. ولی این دوستان ما میمدن گوشی که 10 تا نوع مختلف از آمریکایی آفریقایی اومده بودن اونجا گذاشتن رو گوش و چربی و فلان دوباره میذاشتن رو گوش. میخواستم همه این گوشیایی که دارم بذارم، هرچی هم میکروفون دارم بیارم اینجا بذارم، بعد بگم آقا خانم تو رو خدا این کارا رو نکنید، یه میکروفون پیدا کنید، میکروفون داریم شاتگانه، اونم شمایی که نشستی توی اتاق خودت هستی، یه دوربین یا یه میکروفون. منی که یه میکروفون گذاشتم اینجا برای اینی که وقتی مصاحبه میکنم با دوستان بتونم صدای این بلندگو رو بدم به این میکروفون، و الا همون دوربینه میکروفونش انقدر خوب هست، اینا تا 6 فوت میکروفونشون عین شاتگانه میگیره. در هر صورت این هم بازی مشکل ما ایرانی ها هست که حالا چون $20 دادیم یه میکروفونی و این با پاپ فیلتر اومده، این پاپ 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 نزدیکش که میشی، اونم برای خواننده‌ست نه برای من و شمایی که داریم حرف میزنیم. بماند خب به خورد مردم بیچاره میدن اونا رو. یه دوستی من تماس گرفت گفت دوست بعضی از رادیو تلویزیون ها میبینم اون به اون تهمت میزنه، بیننده ها حتی زنگ میزنن یه چیزایی میگن و اون مجری نشسته، هیچ کس نیست که به اینا بگه که اتهام زدن عواقب قانونی دارد. گفتم چرا، همه میدونن، ولی مهم اینه که یکی که زنگ میزنه، الان تو برنامه قبلی اگه شما برید نگاه کنید یه نفر اومده بود نمیدونم سام نریمان فلان اینها، بعد یه چیزایی نوشته بود، من براش نوشتم خب آقا کسی که عکس سگ میذاره جلو پرچم
و معلوم نیست حالا این سام نریمانم از توی شاهنامه در آورده چی، من با ایشون حرفی ندارم. اتفاقا شاهین میگفت، گفت که یه عده به من نامه نوشتن که اینجوری، گفتم آقا اینا یه مش آدم های لو لایف، لو لایف یعنی پس فطرتی هستن، شما خودتو گیر اینا ننداز، ولی اگه یه زمانی خواستی بهشون بگو با واتساپ با شما با ویدیو تماس بگیرن، ببین اینا چقدر انسان شریفی هستن که تماس میگیرن و اگه کسی قایم میشه من چرا بیام با اونا چیز کنم. من و شاهین از روز اول همدیگر شناختیم، با واتساپ صحبت کردیم، با تلفن صحبت کردیم، با فیسبوک صحبت کردیم. این اگه بگه سوربی میدونه من کیم، من بگم شاهین میدونه اون کیه، درسته؟ چرا من و شما باید بیایم اینجا چراغ روشن کنیم، ویدیو رو حاضر کنیم، میکروفون رو حاضر کنیم، برنامه بذاریم، بعد بدیم به یه آدم لولایفی یه چیزای مزخرفی برای خودش بگه؟ این کارو اشتباه کردیم. بدبختی که 20 سال پیشم دلش خوش بود بفت به تلفونا، ما از اون مرحله گذشتیم، این نگذشته. حالا یه ساله از زمانی که داور مرده دوباره اومد، الان دوربرش چند تا از این آدمای غیر حقیقی، یکیش اسمش اولاقه، یکیش اسمش عقابه، یکیش نمیدونه اسمش اینه اسمش اونه، طرف میگه آقا من فلانم، میگم آقا اسم شما که اسم حیوانه، بذار من برم زبان حیوانی یاد بگیرم بعد باهات صحبت کنم. در هر صورت اینا رو بلاک کنید. بله توی یوتیوب وقتی که می نویسن شما میتونی بلاکشون کنی، یا میتونی اینا رو وقتی که بذاری که با اپروف، یعنی شما اول اپروف کنی بعدن بیاد نوشته بشه دیگران ببینن. اینا یکم تریکای یوتیوبه. ضمن شاهین تا اینجا هستی، بالاخره مغازه پیتزا فروشید بازه؟ بسته است. اگه بسته است درست، حالا صفحه ما اینجوری نیست روزی 100 تا مشتری بفرسه، ولی اگر به اصطلاح تحویل دادی و نیستی، من اونو بنری که گذاشتم روی مردم تیوی بردارم. آقای شاهین هم میگه منم هرچی خوردم از رفیق بوده، از تو گوگل میشه بلاک کرد. هر برنامه‌ای شما داشته باشی، هر کی با شما تماس بگیره شما میتونی بلاک کنی. فکر نمی کنم خود من، آها بذارید براتون واتساپ رو بگم. این لو لایف ها، پس فطرت ها، موقعی که من دیگه رو واتساپ، دوستان واتساپ، این شماره تلفنی که میذارم شماره تلفن واتساپ من هم هست، ولی هی الکی زنگ نزن، خب آقای سوربی حالت خوبه، حالت خوبه، من که هر روز اینجا هستم میبینم حال، یعنی هر هفته هستم شما میبینی حالم خوبه، و منم زنگ به شما نمیزنم بپرسم حالت خوبه یا نه، مگه من دکترم؟ اگه حالت باشه بد باشه من چیکارت کنم؟ تنقیت کنیم چیکارت کنیم؟ اوکی، پس اینا رو بذارید کنار. اگه کسی کاری داره، برنامه میخواد، واجبه فلان، با واتساپ با همین شماره تلفن 202 کوشنیشنی، بله 202 695 25 73 تماس بگیره. این نوشتم USA یعنی توی آمریکاست. من 201 و اینا جلوش نمیذارم، چون بعضی کشورهای دیگه لابد یه شماره دیگه باید بگیرن بمانه. دوستان توی واتساپ اگه کسی چون اسم شما رو میدونه، مردم تیوی، مردم تیوی هم بزنیم پیدا میشه، میاد مزاحمت میشه، شما وقتی میری میگی میخوام بلاکش کنم، میگه برو اون سه تا نقطه‌ای که روی هم هست، این ستینگ یا منیو، اونو بزن بلاکش کن. اون وقت واتساپ اینو نداره. چیکار میکنی شما؟ اون کسی که براتون پیام فرستاده وقتی تو قسمت چت هستین رو شماره خودش بزنید. اون سه تا نقطه توی دسکتاپ هستا ولی توی تلفن نیست. اینم اشکالای این بچه جوانایی که واتساپ و اینا رو درست میکنن، سرشون به کونشون بازی میکنه، سرشون به کونشون بازی میکنه. آمریکایی‌ها میگن سرش تو کونشه. اوکی، واقعا این درست تره. مثل ترامپ سرش تو کونش بود دیگه، مرد که اومد گفت من همه رو درست میکنم، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، یه عده‌ای هم خوش باور رفتن. یه بار دیگه اسم ترامپ احمق و خودشیفته اومد. دوستان ترامپ چون آدم پس فطرتیه، خودشو خیلی دوست داره، اگه مطمئن نبود که واکسن خوبه نمیزد. واکسن اول زده، دوم زده، بوستر سوم هم زده، من فکر میکنم بوستر چهارم هم زده باشه. فکر کنم تا شاهین فهمید من تابستون میخوام برم مفتخوری را اتفاقا دیدم، شاید چون شما نوشته بودی الان سرده نمیام، هوا خوب بشه میام، من به این فکر بودم که به شاهین بگم که به دوستانم بگو که به اصطلاح بسی و کار بسیار خوبی هم کردی.
شما برو برای یکی دیگه کار کن، قشنگ بیا کارگر خوبی باش برای اون، و همسر خوبی برای همسرت باش، بابای خوبی باش برای بچه‌هات باش، نه اینکه یه مغازه‌دار خوب باش ولی تو خونه یه آدم بد، برای که وقت بهشون نمیذاری. من بهش هم گفته بودم اگه قبل از اون برنامه بود بهش گفتم نرو، حالا احتمالاً اون صاحب ایرانیه به من فحش میده می تقصیر سربی شو. نریزم تقصیر تو شد، اگه $1000 $1000 ارزون تر داده بودی به شاهین، این بنده خدا با همه حال احوالش وای میساد کار میکرد، ولی شانس آوردی جلو ضرر از هر جا بگیری سوده. خب اتهام زدن و اینها بله دوستان عواقب قانونی دارد. خود من اینجا یک خلبانی رو بردم دادگاه که از به اصطلاح هوادار مجاهد بود ولی احمق بود، بهش زنگ زدم گفتم شما زنگ میزدی مزاحم میشدی، دیشب مست بودی و تلفنت شمارش الان اینجاست، من میدونم الان تو کی هستی کجا هستی اینا، شما $1 میدی همه رو مینویسه که این شماره تلفن مال کیه. بعد گفتم بیا اگه میخوای مثل آدم حرف بزن، و بهش گفتم پوفیوز اگه امروز اکس مجاهدین یا مجاهدین جدا شده در این تلویزیون هستن، برای که چند سال به خواهش علی از کانادا، به خواهش آقای فیلابی، به خواهش مرداد از کالیفرنیا من فیلمای مجاهدین رو نشون میدادم، بعد اینا زنگ زدن گفتن آقا ما کسایی هستیم که از مجاهدین طلاق گرفتیم، خب شما اون ورشو میذاری این ورشم گوش کن، گفتیم بیا و اینا الان 8 سال هفته یه بار میان اینجا، شما تمام 6 روز دیگه وقت داری بیا حرف بزن. گفت نه من فلان میکنم بیسار میکنم. رفتم دادگاه شکایت کردم، دادستان گفت میخوای ببریش دادگاه، گفتم بله، بردمش دادگاه دیدم شد مثل گچ داشت میمرد، اصلا دلم سوخت براش. قاضی گفت حال میخوای چیکار کنی؟ گفتم هیچی، فقط میخوام به این یاد بدم تو آمریکا مثل آدم حرف بزن. احمق، من و تو از اون کشور در رفتیم اومدیم اینجا ادای آدما رو در بیاریم، خب اقلا اداشو در بیار، شروع کنید دوستان ادای آدما رو در بیار. اون آقایی که بهتون گفتم سید کاظم رجایی مدرس اقتصاد که میگه من 32 سال دارم اقتصاد اسلامی اقتصاد نمیدونم چی، من نمیدونم دیگه اقتصاد اسلامی چیکار میخوام بکنم، میخوام بگی دو تا خر میشه یه شتر، دو تا زن میشه یه مرد، این اقتصاد اسلامیه؟ آقا برید، حالا درسته حضرت محمد اقتصاددان بزرگی بوده، چه اقتصاددانی، یه دستفروش پاپتی بوده که هر چی هم کار کردید به جایی نمیرسه، تا آخرش گفت آقا میرم شوهر این زن پیره میشم پولدار میشم، این اقتصاد اسلامیه؟ از اون آقای بنی صدرتون که اومد وام داد اقتصاد بی بهره تا رسید به الان که 25% 22% این اقتصاده؟ ولی این کافرا دارن به شما وام میدن برای ماشین 2%، ماشین میگی بیا بخر 70 ماه اصلا نمیخواد نزول بدی، فقط قسطشو بده، یعنی اگه ماشین میخری $70,000 تقسیمش میکنه بر 70 میگی بیا ما $1,000 بده، حتی پول پیش قسط هم نده. خب تو خونه درست میکنم، اکبر آقا وسایلشو آوردم، اوکی میگه آقا بیا خونه، اوکی خوب شد. خب خیانت آخوندها دوستان، میدونید خب من 5 سال تو ایران موندم، من زمان جنگ تو ایران موندم، زمان جنگ بدونی که سرباز باشم بلند شدم رفتم آبادان که بدترین بود، که خود آبادانی ها فرار کرده بودن و هی گفتیم درست میشه درست میشه، دیدیم نشد، وقتی نشد مهاجرت کردیم. این اولین قسمت نفرت از آخوندها. ولی زمانی که اینا هی کارهای خراب بیشتر کردن و این شاولایا از سوراخ اومدن بیرون، نفرت من بیشتر شد. الانی که هر زن ایرانی رو میبینم یکیش خودش کرده مثل اولاق، یکیش کرده مثل ما چی میگن اینا مریخی، یکیش گوشه نمیدونم فلان، نفرت من از آخوندها چند برابر شده. برای اینکه صورت زیبای زنای ایرانی این دخترای شرقی رو هم اینا خراب کردن. چرا؟ برای که محدودشون کرده، شما اینجا اینا هر چی پول دارن اینجا خرج کنن. حتی دیدم یه خانم نوشته بود من چقدر احمقم، صبح نمیدونم رژ لب فلان میمالم. این رژ لبم خیلی جالبه ها، رژ یعنی هم قرمز نه، بوتان رژ ها یعنی چوب قرمز. خب بعد ماسک میزنم میرم بیرون دیگه، وقتی پول میده ماتیک میماله بعد ماسک میزنه. خلاصه این دلایل زیادی هست که از آخوندان متنفر باشیم، ولی یه چیزی دو کلمه یادتون باشه، علت معلول. چی شد؟ همون شعره بود میگو چی تو شد که ای تو شد؟ از شیرازی ها یاد بگیری،
چطور شد که ایتو شد؟ اونو یادتون باشه. و هر کی فکر میکنه مردم ایران احمق بودن، تو احمقی، بابات احمقه، نند احمقه. مردم ایران عاجز شده بودن و یک کسی به نام خمینی اومد گولشون زد. پریشب پنجشنبه من به این دوستان میگم که آقا این خمینی، میگه خب مردم، میگم یعنی شما اگه یک کسی اومد منو فریب داد، پولای منو برد، ماشین منو برد، شما میای منو سرزنش میکنی؟ گاره دیگه نباید چی میگم. گفتم یه جورایی هم تو راست میگی، ما چند بار باید فریب بخوری از اینا، ولی دیگه فکر نمیکنم مردم فریب بخورن. حالا باید صبر کرد و دید. دوستان ساعت 3:54 است. خیانت آخوندها با حجاب اجباری تغییر صورت زیبای زنان ایرانی بود. شیم 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 یعنی خجالت. چی میگفتن؟ شاده تو آلمانی میگفتن، یادم رفته واقعا. سربی که زمانی که روی مسئله مود، آها این اسم دوست ما دکتر افشین آریا پیام هست، ایشون موزیسین هست. بعد میگم طبق معمول مثل همه ما شطور مرغه، هر وقت دوست داشته باشه سیاسی میشه، هر وقت دوست نداشته باشه میگه نه آقا سیاسی نمیشم و این کار درست نیست. تصادفات ساختگی و دیه گرفتن، فکر کنم ویدیوشو آقای اکبری گذاشته بود، آقا اینجام هست، همین کار انجام میدن. زاکری درباره لشکر 92 زرهی و بازرگان صحبت میکند. این نه اون زاکریه، این یه زاکریه که احتمالاً سرهنگی چیزی بوده، حالا اگه زنده باشه باید خیلی مسن باشه، چون سال 55 میگه من از دوره برگشته بودم، دوباره منو فرستادن. چی؟ یه خانمی یه شعر، یه چیزی نوشته بود که ای کاش دو بار زندگی کنیم، با اولی بخونیم با دومی عمل کنیم. گفتم بابا همشهری ما سعدی 800 سال 1000 سال 700 سال هرچی پیش گفته عمر دو بایست در این روزگار، مرد خردمند هنر پیشه را، تا به یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. و اما واتساپ شماره ما هست 202-695-2573 و نوشتم how to block. اگه کسی مزاحمتون هست فقط روی اسمش یا روی شماره تلفنش بزنید، چند تا باز میشه بلاک و اون میگه سه نقطه‌ای توی دسکتاپتون اگر داشته باشید هست، ولی اگر واتساپ فقط روی تلفن استفاده میکنید اون سه نقطه که الان چند ساله ستینگ و منیو و اینا رو قاطی کردن اونجا گذاشتن، روی اون نیست. اکبری سربی عضو سازمان، آهان آقای اکبری یه عکسی برای من فرستاد که خانم جیلانی، دکتر جیلانی یه عکسی رو، یه کسی دیگه، فکر نمیکنم خانم جیلانی بلد باشه فتوشاپ و اینها، یه عکسی رو یه احمقی درست کرده بود مال نیاک و من گفتم که آقا من نه جزو نیاک نبودم و نیستم و نخواهم بود، جزو هیچ سازمانی نبودم نخواهم بود. دلیلش هم براتون میگم، هم من هم آقای فیلابی سالها پیش اینجا رفتیم دنبال یه سازمانی که ببینیم سرش به تنش بیارزه. فیلابی اشتباه کرد، فکر کرد سازمان مجاهدین سرش به تنش میارزه، رفت چسبید به اونا و همینجوری هم آویزونشونه. ولی من گشتم دیدم جبهه ملی بهترینه. یه چند هفته میرفتم جبهه ملی، آقای اقتداری، دکتر انواری، خیلی های دیگه هم بودن میمدن اینها و اونجا خب کسی از کسی نمیپرسه شما عضوی یا فقط اومدی استفاده کنی اینها. بعد یه دو تا پیشنهاد من دادم، گفتم هر کسی میاد بهش بگن هفته آینده یه نفر جدید بیار، نه اینکه قرار بذاریم هفته آینده قبل از جبهه بریم رستوران نواب بشینیم چلو کباب بخوریم بعد میایم اینجا 20 نفریم این ور میز آروغ میزنیم پیاز و نمیدونم فلفل و اینا، اون ور طرف میخواد استفراغ کنه و همم دارن چرت میزنن. خلاصه یه بارم به تنبیه ما رو کردن رئیس جلسه، فهمیدم چقدر مشکله این زیر سر آقای مختار بود. من وقتی که توی سازمان، یعنی یادم رفت چیه، جبهه ملی به اصطلاح میخواستم وارد بشم، یه دفعه اینا جدا شدن، شعبه مریلند شعبه ویرجینیا. به آقای اقتداری گفتم آقا دیگه مورچه چیه که کله پاچش چی باشه، اونم نشدم که چه خوب. من دوستان جز به هیچ سازمان، حزب، دسته نیستم، چون درس سیاسی نخوندم و از طرفی نمیخوام به خاطر اینکه برم جز به این سازمان بشم بهشون
بدهکاری داشته باشم، یعنی در قبالشون بگم حالا من نگم مثلا مجاهدین بدن آقای فیلابی ناراحت میشه، این کار رو یه مدت انجام دادم با وجودی که عضو مجاهدین نبودم، میگم حالا من چی بگم آقای فیلابی ناراحت میشه، آقای فیلابی با دوستانت شما سوار میشی میری کروز، این پولا رو بفرستید نگید نمیدونم آخوندا پول نمیدن، مردم دمپایی ندارن، دمپایی بخرید فرام. گفتیم ولش کن، شما وقتی عضو یه سازمان میشید اون همیت قسمتی باعث میشه که حقیقت رو نگید. آقای اکبری، خانم بهیه جیلانی، اولا این کاری که خانم دکتر جیلانی انجام داده کار بسیار زشتیه. برفرض محال که یه نفر عضو یه سازمانی باشه، این سازمان قانونیه، اعضاش اونجا هستن، یا شما باید عکس و اسامی همه اعضا رو بذاری یا این کار زشت رو انجام ندی. ولی من به شما که دوستم هستی میگم آقای اکبری، شما هم یادت باشه من نه عضو بودم نه من حتی حزب رستاخیز اون موقع توی شیراز وقتی شروع شده بود، هم من هم برادرم ساواک اومد توی اون دانشگاهی که درس میخوندیم، من رشته برق بودم ایشون رشته مکانیک بود، که همه باید عضو بشن و ما سر صدا کردیم و گفتن حالا نمیشه که همه رو ببریم ساواک، گفتن دوباره برمیگردیم دیگه نیومدن. بنده عضو حزب رستاخیزم نشدم، چون اون موقع بهش میگفتیم رفتابیخ، چون احمق از اون بر میاد تک حزبی هیتلر و اینا رو زیر سوال میبره، از اون بر خودش میاد حزب، دو تا حزبی هم که بوده ایران نو اینو فلان اینا رو میکنه تک حزبی. دوستان ساعت 4 شد، منم کم کم اینجا دارم راجع به دوربین صحبت میکنم و آهان عکسا که اینجا مونده بماند. امارات آب دریا را شیرین کرد، ابرها را با نمک بارور کرد که بهش میگن cloud seeding. seeding یعنی بذر کاشتن، البته بعضی هم میگن بارور کردن مثل حامله کردن، با هواپیما میرن بالا نمک میپاشن توی آسمون و ابرها خیلی جالبه ها، ابرها با نمک بارون ایجاد میکنن، ولی اون آب قابل خوردنه. از اون ورم امارات از سال 2017 تا حالا فیلترهای گذاشته که آب دریا رو شیرین میکنه. خب قرص ها را تاریخ گذاری کنیم. آها من یه قرص جدیدی این آقای دکتر اکبری برای من نوشته. اون گاهی وقتا دیگه الان تو این سنی هستیم که میام میگیم امروز قرص خوردیم یا نخوریم. اولا سعی کنید همه قرص ها رو اگه مثلا قبل از نهار میخورید هر روز قبل از نهار بخورید سر یه ساعت معین. بعد بعضی ها اصلا اینا رو همه رو شب تا شب یا هفته تا هفته میذارن تو این جعبه ها، ما هنوز به اونجا نرسیدیم. من فکر کردم که پیشنهاد کنیم به اینایی که قرص میسازن و فلان اینا تاریخ بذارن 1, 2, 3, 4 تا 30 تا 31، بعد مثلا شما از روز هشتم ماه اگه شروع میکنی بزنی بفهمی چه روزی خوردی چه روزی نخوردی. من الان این کارو اینجا انجام دادم، 1, 2, 3, 4 شو می‌نویسم و میزنم و اینها. اینا بعض وقتا پیشنهاد بعد نیست، شما میتونی حتی یه کاغذ بچسبونی بهش و این کار انجام بدی، چون یکی از چیزایی که آمریکا پیرزنا و پیرمردا خیلی به خاطرش میرن بیمارستان اووردوز هست، یعنی مخصوصا اونایی که میرن توی فراموشی و اینها، یادش نیست قرص خورده دوباره میخوره، دوباره میره یه ساعت دیگه یادش نیست قرص خورده دوباره میخوره. من یه مدتی رو تقویم مینوشتم، الان تقویم دوره اونجاست، اینه که رو خود قطعه قرص من چیزایی که به نظرم کاربرد داره یا کاربری داره براتون میگم، شما هم چیز کنید. دیدم که محدودیت جسمی تازگی استفاده میکنن توی ایران به جای معلول یا هندیکپ، شما هم شنیدید حتما محدودیت جسمی نه جنسی یا محدودیت جسمی. و اما این آخرم باز نوشتم علت و معلول روزنامه های شاه رو نشون بده. دوستان عزیز برنامه من همین بود که دیدید، what you see is what you get. بهترین برنامه ای که یه نفر میتونه درست کنه اینی که یه دوربین برداره بره یه همبرگر عکسش رو نگاه کنه، بره فروشگاه مثلا پیتزای آقای شاهی که من نمیدونم این اسم شاهینی چه گوشت رو سم میزا شان اقلا، اوکی عکس رو بگیره و بگه آقا یه پیتزا میخوام مثل این، وقتی پیتزا رو بهش دادن قبل از اینکه بخورتش یه عکس هم از اون بگیره و بنویسه what you see is not what you get، به جای اینکه بنویسه is what you get، هر چی میبینی همینه که میگیری، بگه هر چی میبینی اونی نیست که میگیری،
ما با این بزرگ شدیم، گندم نمای جو فروش، اینی که میوه ها رو روش بالا خوب میذاشت، بالا تا که دست نرسه، این پایین که دستت میرسید زیر شمله و اینا. اینو بهتون میگم، سه چهار روز پیش رفتونم یه جایی، یه خانمی شادم ایرانی بود، پیرزنی بود، یه نفر از این خارجی های جوون پرستارش بود. من وایسادم، نزنید به گاری به این اون، الان که چیه، یکم صبر کنید، کجا میخوای بری؟ میخوای برسی با آخر زندگیت با این عجله میری؟ صبر کن. صبر کردم تا اینا بردارم، ولی یه چیزی یاد گرفتم، دیدم این خانم نارنگی هر که برداشت جوونه داد به این که بذاره توی چیز، خانم مسنه نارنگی ها رو اینجوری فشار داد، بهش گفت که نگاه کن اینا یخ زده بوده، دوباره باز کردن ببین چه جوری چیز میشه. نارنگی که نباید به یه فشار بپکه به قول معروف. دست ما هم نارنگی نخریدیم، پرتقال خریدیم، پرتقالش هم همچی تعریفی نداشت. خب دوستان عزیز، سعی کنید آب میوه کمتر بخورین، به جاش خود میوه رو دکتر کرمانی رو ببینید، ال اهواز. راستی این ال اهوازی ها رو مثل که کشور ترکیه میخواد پس بده، ال اهوازی که آقای رضا پلوی هم برای پلو رفته بود، ببینم چی میگه آقای زمانیان. اینا رو پیام ها رو الان گذاشتی یا قبل؟ نه ببینم. آقای سوروی برنامه رو زنده میبینم ولی نمیدونم چرا نمیتونم پیام بذارم. موقعی که پیام میذارم میره روی یه دونه چیزی که یه متنی میاد که میگه نمیتونه پیام بذاره. آها، شاید شما صبر کن، شاید شما فرند نیستی، یا شاید ستینگ من عوض شده رفته فقط فرند میتونه بذاره. زمدن شاهین میگه که اسم پسرم سام بود. اینجا ما یه دوستی داشتیم آقای رشید، یه فروشگاه باز کرد به نام ساسان پسرش، بعد نوشته بود فروشگاه خانوادگی ساسان. هم میگفتن آقا فروشگاه خانوادگی یعنی چی؟ رستوران شما بگیش میشه بگی خانوادگی، که وقتی هم میگی خانوادگی یعنی مثلا مجردان نیان. میدونید بعضی وقتها یه چیزایی رو ما فکرشو نمی کنیم. ضمناً هیچ وقت اسم خودتون رو، حتی یادتونه قدیما اسم دخترتون پسرتون رو دوچرخا می نوشتین، به ما گفتن این کارو نکنید. طرف اسم خودش رو ماشینش می نوشت. من حتی به پتیک گفتم، گفتم من وقتی شرکت زدم اسم شرکتم رو گذاشتم روی ماشینی که داشتم، پیکاپ ترای. بعدن یکی از دوستان بهم گفت که ببین تا اگه یه جای اشتباهی به پیچ جلوی یه نفر، طرف تا نگاه میکنه نمیگه یه شبلت قهوه‌ای اینجوری بود، قشنگ اسم رو میخونه، مثلا میگه سوربی، بعدن دیگه شما رو میشناسه. میدونید بهتر اینه که سعی کنید اولا از حروف الف با، یه اشتباه شما این بوده رفتی تو اس اون آخرا، از حروف الف با همون دوربر الف بچرخی، بعد یه چیزی پیدا کن راجع به این نزدیک شهر، اسم شهر باشه، اسم یه محل باشه که شناخته شده باشه و بالای الف ب. درسته که الان کتاب نیست، کتاب تلفن و فلان اینا، ولی هنوزم مردم وقتی یه چیزی رو میزنن الف ب الف باشه تا یه، خیلی الف بهتره تا ای باشه، بی باشه، سی باشه، خیلی بهتره تا اکس وای زد. خوب شد شما اونجا رو بستی، من بهت تبریک میگم. باز شدنشو بهت تبریک گفتم، بس شدنشو بهت دوبار تبریک میگم. پس اونم بردارم دیگه و میگه من چیزا رو بردم خونه، آقای اکبری بیا من برات چی میکردم. میگه من که میدونستم شما عضو نیستی، فقط به خاطر اطلاع فرستادم، خیلی ممنون. اتفاقا با یک احمقی به نام دانیال حتی دعوام شد، یه دفعه نوشته بود بهش زنگ زدم، فکر کردم مثل آدمه، گفتم شما تو آمریکا هستی؟ این از اونایی بود که جانواری 6 هم اومده بود اینجا، ولی من انقدر آدم بدی نبودم که بگم خب حالا برم نگاه کنم ببینم عکسا اگه هست گزارش بدم به اف بی آی بگم اینهاشا. دانیال فامیلش هم یادم نیست. بهش گفتم آقا من عضو نیاگ نیستم، ولی برفرض که هستم، آخه شما چی میگی تو آمریکا به مردم؟ میگی نرو حزب دموکرات، بیا فقط حزب ریپابلیکن که من هستم. خب به حزب ریپابلیکن هم که خود این ترامپ احمق به همشون فوش میده و میگه فقط حزب خودش درسته. خلاصه اونم بلاکش کردم رفت. این بلاک قدرش رو بدونید، بلاک بلالم برد. دوستان عزیز بازم از شما ممنونم که با ما بودید، این برنامه رو به دوستانتون بفرستید، پیشنهاد کنید و ویدیوهای ما رو هم به دوستانتون بگید، بهشونم بگید که اگه این ویدیوها رو ندیدید 50% عمر تلف شده، بیا ببین تا مثل ما 100%ش تلف بشه.
روز روزگار بر شما عزیزان خوش. به امید دیدار شما یک شنبه هفته آینده به جای دو بعد از ظهر، چون میخوام برم مراسم یاد بود یا ختم شاهین پارسا، ساعت 10 صبح برنامه خودم هست، ساعت 12 تا 1 برنامه مجاهدین جدا شده، و بعدش هم اگر آمدید شما رو لینکش هم گذاشتم، شما رو در اون مراسم خواهم دید. باید بریم دلداری بدیم به اینها تا تحمل این مصیبت براشون آسان‌تر بشه، از بین که نمیره بلکه آسان‌تر بشه. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با ما بودید، مرسی، و به امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. اینو بذارم براتون.